دکتر گروه پرستاری مراقبت ویژه دانشکده پرستار معماری تهران در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم در ارتباط با کاربرد داروهای قلبی. عذرخواهی میکنم از اینکه صدای من گرفته هستش. من حالا از دیروز که اینجور مشکل پیش اومد یکی از دوستان من گفتن شاید کرونا گرفته باشید، حالا شاید هم باشه شاید هم نباشه. به هر حال این گرفتگی صدا را ما بر این مبنا گذاشتیم که احتمالا کرونا باشه و حالا برحال از تابستان دیگه نمیدونم بد بشه. حالا به هر حال شروع میکنیم داروهای قلبی رو با تعریفی از چند تا واژه. این واژه هایی کهش اینوتروپ هستش. اینوتروپ اشاره به وضعیتی میکنه که هر دارویی بتونه روی قدرت انقباضی قلب اثر بذاره. مثلا میگم این دارو یک اینوتروپ مثبت هستش، این دارو یک اینوتروپ منفی هستش، یعنی قدرت انقباضی قلب رو میتونه افزایش بده، میتونه قدرت انقباضی قلب کنتراکتیلیتی رو کاهش بده. خب ما در راستای درمان بسیاری از اختلالات قلبی از اینوتروپ ها استفاده میکنیم. مثلا در آنژین های صدری برای کم کردن نیاز عضله قلب به خون میایم اینوتروپ منفی میدیم، مثلا بتا بلاکر ها رو میدیم، کلسیم بلاکر ها رو میدیم و نیترات ها رو میدیم که البته نیترات ها کمتر در ادامه میگیم این مباحث رو، ولی در زمانهایی مثلا میاییم در نارس های قلبی مریض دیوکسین میدیم، آمرینون میدیم، میلرینون میدیم، دوپامین میدیم، دوبوتامین میدیم، نمیدونم برای بیمار اپینفرین میدیم. خب این هم اینوتروپ های مثبت هستن. دومین واژه دراموتروپ هستش. دراموتروپ اشاره به هدایت پذیری، کاندکشن و الکتریکال پالس، هدایت پذیری این پالس های قلبی. قاعدتا بیشتر داروهایی که به عنوان آنتی آریتمی استفاده می کنند سرکوب کننده این هدایت پذیری هستند. در اول داروهایی مثل سنگات و میمتیک ها یا مولد های سنگاتی ما بینیم که تحریک پذیری رو هدایت پذیری رو افزایش کرونوتروپیک اشاره به وضعیت این کنه که یک دارو یا یک ماده بتونه روی سرعت ضربان قلب تأثیر بذاره. وقتی میگیم این دارو کرونوتروپ مثبته هارت ریت رو بالا میبره، وقتی میگیم این دارو یک کرونوتروپ منفی هستش هارت ریت رو چکار میکنه؟ کاهش میده. در خیلی جاها نیاز داریم که اینو بالا ببریم و خیلی جاها نیاز داریم پایین بیاریم. لوزوتروپ که تعداد کمتری از این داروها این خاصیت رو دارن، لوزوتروپ اشاره به وضعیتی میکنه که ریلکسیشن قلب یا به عبارتی در زمان دیاستول قلبی ارزم به خدمت شما حالت ریلکسیشن رو افزایش میده. در نارسایی های دیاستولی که قلب نمیتونه در زمان دیاستول شل بشه، ریلکس بشه، این داروها مثلا مثل دوبوترکس، آمرینون، میلرینون، اینها داروهایی که اثرات لوزوتروپیک دارن و خب فاز دیاستول و ریلکسیشن قلب از دو جنبه اهمیت داره. یک بارگیری قلب یا همان این دیاستولیک والیوم، حجم پایان دیاستول بستگی به میزان ریلکس شدن قلب داره، و دوم که میشه 75% خونرسانی عضله قلب در زمان دیاستول هستش، و به این معنا که اگر این مرحله
قلب شل نشه یا زمانش کوتاه‌تر بشه که بیشتر اشاره به ریلکسیشن داره. خون رسانی قلب و خون رسانی عضله قلب و خونگیری حفرات قلبی کاهش پیدا نتیجتا برونده قلبی کم میشه، قدرت انقباضی قلب کم میشه، برگشت خون از سیستم وریدی به سمت بعد کاهش پیدا میکنه، منجر به احتقان وریدی. اما پرسورها، تنگ کننده ها، داروهایی هستن که مقاومت رو بالا میبره، مثل وازوپرسین یا آلفا ارزم خدمت شما. دقت بفرمایید این اثراتی که گفتیم نشون دهنده یک دارو نیست. داروهای متعددی رو شما میتونید نام ببرید که مثلا کنترل منفی یا مثبت باشن، این کنترل منفی یا مثبت باشن، همچنین دروپ و لیوتروپ باشن و پرسور. نقطه مقابل پرسورها دیلیتورها هستن که منشأ یا شاخصترین اونها نیترات ها هستن. نیترات ها از خدمت شما گوشاد کننده عروق هستن و به عنوان واز و دیلیتور که هم فشار خون رو کنترل میکنن هم افتنلود قلبی رو. خب حالا که این واژه ها رو خدمتون گفتم آشنا شدید، پس هر دارو تو عمل کرداش میتونه یک یا دوتا، مثلا الان دیگوکسین رو اگر ما در نظر بگیریم، دیگوکسین یک اینوتروپ مثبت به جاش کرونوتروپ منفی، یعنی دو تا اثر رو هم زمان داره. یا مثلا اگر دوموترکس رو در نظر بگیریم، اینوتروپ مثبت کرونوتروپ مثبت هستش، لیزوتروپ مثبت هم هستش، پس میتونه اینجور به این شکل میتونه متفاوت باشه. خب این یک طرف قضیه. اما ما برای اینکه چون میخوایم کاربرد داروهای قلبی رو خدمتون بگیم، اول ببینیم که ما از قلب یا به قول معروف بدن ما از قلب چی میخواد. یه وقت هستش ما در ارتباط با بیماری های قلبی میخواییم داروها رو بدیم که اون رو اصلاح کنه. یه وقت هست نه، مثلا ما میخواییم اون برونده قلبی بیمار که منشأ همودینامیک بدن هست رو ما در نظر بگیریم. مثلا ببینیم همودینامیک ما از قلب آغاز میشه، با انقباضاتی که انجام میده یه حجمی از خون رو پرتاب میکنه بیرون. این حجمی که به بیرون پرتاب میشه را استراک والیوم بهش میگن. در هر یه ضربه، هر یه سیستولی که اتفاق میفته، یک حجمی از خون از قلب خارج میشه. اما نه اون یه دونه ضربان به درد ما میخوره، نه میتونه همودینامیک رو ایجاد بکنه، بلکه ضربان های پشت سر هم. پس ما میاییم در یک واحد بزرگتری برونده قلبی رو بررسی میکنیم که اون واحد بزرگتر ما برونده قلبی هستش. اونجا بود استراک والیوم، حجمی که در یک ضربه پرتاب میشه. اینجا میگیم کاردیاک آوتپوت، حجمی از خون که در یک دقیقه از قلب خارج میشه. واحدش هم لیت پر مینت هستش. ساده ترین واحد برونده قلبی لیت پر مینت هستش که متوسط میگن در انسان بالغ 4 تا 6 لیتر ما چی خون برونده قلبی داریم. اما این واحد همیشه مصداق پیدا نمی کنه، همیشه درست نیست. واحدی که درستتر میتونیم اون رو بیان بکنیم کاردیاک ایندکس. همچنان که شما اینجا ملاحظه میفرمایید، کاردیاک ایندکس این چیزش رو الان میبینید این مارکر رو حرکت میکنه. شما میبینید این حرکت کنه؟ نمایش داره.
الان چه الان میبینید خب ببینید این کاردیاک آوتپوت رو شما اینجا میبینید کاردیاک ایندکس نوشته کاردیاک آوتپوت پر متر اسکوار برونده قلبی به ازای هر متر مربع سطح بدن هستش. خب این دقیق تره، بالاخره یه فرد بالغی داره، چاق هیکلش درشته، جسش بزرگه، سطح بدنش بزرگتره، یک آدم لاغری هست، وزنش کوچکتر، جسش کوچیک، جفتی که ما نمیتونیم بزرگ سال در نظر بگیریم و بعدش هم بگیم خب همه مثلا 5 لیتر طبیعی. خیر، این معیار دقیق تری هستش، من میگه کاردیاک ایندکس مساوی هستش برونده قلبی به ازای متر مربع. سطح بدن هر انسان بالغ 1.8 تا 2 متر مربع هستش. حالا اون که جستش بزرگتر باشه بازم 2.2 متر باشه. اینجا برونده را آمده بر اساس که بین 2.5 تا ارزم به خدمت شما 3.5 لیتر به ازای هر متر مربع. اگر ما 1.8 در نظر بگیریم، 1.8 زد داره 3 بگیرید میشه 5.4 تا 6. پس ما متوسط 3 لیتر به ازای هر متر مربع سطح بدن در نظر بگیریم. خب اینم از برونده قلبی. و اینم خدمتون بگم که حالا اگر دوستانم میتونن باز دوباره رو همکاری کنن و جواب بدن، 3 تا عامل اصلی و مهمی که تأثیرگذار هستش در کاردیاک آوتپوت یا برونده قلبی چیا هستن؟ چون ما خیلی جاها میخواییم در اختلالات قلبی این برونده را ببریم بالا و ناچاریم از دارو استفاده بکنیم، اصلاح دیده نمیشه بچه الان اسلاید رو نمیبینید الان بقیه دوستان میبینید. خب شما یکی از دوستانی که گفتن نمیبینید، این یه بار خارج و وارد بشن درست میشه. ببینید ما خیلی وقتا هدف از درمانمون این هستش که بیاییم برونده قلبی رو بالا ببریم. خب برونده قلبی رو بالا ببریم ناچاریم از دارو استفاده بکنیم. این داروها چیا هستن؟ این داروها باید بتونن رو اون 3 تا عاملی که خدمتتون گفتیم، البته نگفتم منتظر میمونم شما جواب میدید یا نه، 3 تا عاملی که تأثیر گذاره روی برونده قلبی رو اون رو بگید به من، اگر من خودم بگم و ببینیم که اون 3 تا چی هستش که این دارو درمانی در زمانهایی میتونه اون 3 تا را تعدیلش کنه و بر اساس اون برونده را بالا ببره. یک، چون میدون برونده قلبمون استراتوالیوم حجم ضربه ای ضرب بر تعداد ضربان قلب بر دقیقه هستش، هارت ریت ضرب بر استراتوالیوم میشه برونده قلب، اما خودش تحت 3 تا عامل هستش. خب سیستم سمپاتیک ممکنه تنظیم کننده باشه، خودش مستقیم اینجور بیاد روی قلب، خودش به عنوان یک عامل تاثیرگذار نیست. سمپاتیک بله تحریک میشه، ضربان قلب رو میبره بالا، ضربان بره بالا بره بالا. سمپاتیک تحریک میشه، کانتراکتیلیتی قدرت انقباضی قلب میره بالا. خب بله برونده قلبی میره. 3 تا عاملی که به برونده قلبی میتونن یا به عبارت روی برونده قلبی میتونن تأثیر گذار باشن، 1 پیشبار قلبی این دیاستولیک والیوم، حجمی از خون که در انتهای دیاستولیک قلب جمع شده، میتونه به حجم خون بستگی داشته باشه، به گشادی ورید ها بستگی داشته باشه، به ریلکسیشن یا شور شدن قلب بستگی داشته باشه، باید فاکتورهای مختلف. 2 کانتراکتیلیتی یا انقباض پذیری قلب، شما ملاحظه کنید که خون بیاد تو قلب اما این قلب قدرتی برای پرتاب نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ چی میفته اونجا مثل قلب نارسا.
کنترکتیلیتی هم قدرت اقدام مال سمت میره بالا میره، خیلی از داروها هم میره بالا میره. و این را اگر بسنجیم با اجکشن فرکشن ای اف مشخص میشه. ای اف قدرت انقباضی قلب رو نشون میده، قدرت پرتاب قلب رو نشون میده. در مورد که نارسای قلبی هم ای افشون به 20%، 15%، 10% هم ممکنه برسه. ای اف اگر بگیم اجکشن فرکشن یعنی چی، فرقش با استرک والیوم چیه؟ استرک والیوم همینه، میگن اینقدر سی سی در هر ضربه اومد بیرون، اما اجکشن فرکشن این خروجی را بر ورودی به خون میسنجه، راندمان یا بازده قلب را میسنجه. میگه 100 سی سی خون اومد توی قلب، از این 100 سی سی 50 سی سیش پرتاب شد بیرون با انقباض قلب، 50 تقسیم بر 100 ای افش میشه 50 درصد. خب یا میگه مثلا 100 سی سی خون اومد بیرون توی قلب، ان دیاستولیک والیوم 30 سی سیش اومد بیرون، 30 تقسیم بر 100 میشه 30%، ولی شما اگه نگاه کنید اون درصده نیست، 30 سی سی خونه. یه وقت ازش 120 سی سی میاد، 50 سی سیش پرتاب میشه بود و 50 تقسیم بر 120 کنید، ببینید اینجا مثلا نزدیک 35%، 50 سی سی خون اومده بیرون ولی عملا 35%، پس این شد اجکشن فرکشن. پس یک اندیاستولیک والیوم یا حجم خون در انتهای دیاستول، مثل انتهای دیاستول رو مثل یک ماشینی در نظر بگیرید، رو کروز میکس درش رو میبنده میخواد حرکت کنه، مسافرهای داخلش بارشه، در انتهای دیاستول دیگه حجمی از خون نمیاد، در چه ها بسته شدن آماده چی؟ پرتاب شدن خون به بیرون هسته. دو کانترکتیلیتی که خیلی از داروها میتونن اثر بذارن، هم روی اندیاستولیک والیوم، مثلا شما یه نیترات میدید تی ان جی میدید، محنیت ها رو گشاد میکنه، نمیذاره خون برگرده بیاد به قلب، خون بازگشتی به قلب کم بشه، اندیاستولیک والیوم کم بشه، برو به قلب میتونید فشار بیاد، نیترات های جد فشار بیاد. یا مثلا شما میاد یه داروی میدید لوزوتروپ، شل میشه قلب، مثل دوترکس، مثل آمرینون، میلینون، دارو میاد چه خون میاد توش پر میشه. یه وقت نه، حجم خون کم باید خون بدید، حجم مایه کم مایه باید بدید به مریض تا این اندیاستولیک والیوم رو ببره بالا. خیلی از دارو میاد زور قلب رو زیاد میکنن، مثل مقلدهای سمپاتی، دوپامین، دوتامین، اپینفرین، آمرینون، میلرینون، یا زور قلب رو زیاد میکنن، کانترکتیک رو برای بالا. بعضی ها میارن پایین، مثل کلسیوم بلاکر ها، مثل بتا بلاکر ها، اینا سرکوب کننده قلب هستن. و سومین عامل افترلو، از پیشوار قلب یا پرلو، کانترکتیلیت قدرت اقراضی قلب و پسوار قلبی یا افترلو. پسوار بنا به تعریف هر عاملی که مانع خروج خون از قلب بشه یا مقاومت جلو خروج خون از قلب رو میگن افترلود. خب این افترلود حالا چجوری ارزم خدمت شما مشخص میکنیم؟ افترلود رو چجوری میتونیم اثر گذارشون؟ هرچه افترلود بالاتر خروجه قلب کمتر، اینکار مقاومت جلو قلب. داروهای گشاد کننده شریان ها افترلود هست. مثلا شما یه داروی تی ان جی میدید یا نیپراید میدید یا حتی دوبوترکس دوبوتامون میدید، خودش افترلود رو میاره پایین. پس برونده قلبی به با اندیاستولیک والیوم و کنتراکتیلیتی ارتباط مستقیم، ولی با افترلود ارتباط برعکس داره. یعنی چی؟ یعنی هرچه افترلود بالاتر، مقاومت جلو قلب بیشتر، برده قلبی کمتر هستش. خب اینم دوم. اما اگر میخواهید داروهای قلبی رو یاد بگیرید، این یه دونه اسلاید رو یاد بگیرید، این یه اسلاید رو اگر یاد بگیرید، شما قطع به یقین میتونید بسیاری از داروهایی رو که
ارزم به خودشان روی قلب میتونن اثراتی داشته باشن رو به راحتی چکار کنید؟ مشخص بکنید. به راحتی میتونید مشخص بکنید. حالا ببینیم این چی هستش. CNS ما ارزم به خدمت شما یا سنترال نروس سیستم ما، حالا کلی تر بگیم نروس سیستم ما از دو قسمت سنترال نروس سیستم CNS و پریفرال نروس سیستم، سیستم عصبی محیطی مرکزی و محیطی تشکیل شده. مرکزی شامل مغز و مخا هستش، کاری نداره باشه، خود مغز و خود تناب نخایی. اما پریفرال های ما شامل اعصاب اسکلتی عضلانی یا سوماتیک، اعصاب نخایی، اعصاب جمجمه‌ای، اعصاب محیطی، این شما کاری نداریم. اونی که قلب به عنوان یکی از احشای بدن که تحت کنترل اتونومیک یا خودکار هست شما باید بدونید. اعصاب اتونومیک یا خودکار عمل کرده های غیر ارادی رو در بدن ما کنترل کنند. این سیستم از دو قسمت تشکیل شده است، سمپاتیک و پاراسمپاتیک. خب همه تون رو میدونید، سمپاتیک در اکثر ارگان های بدن یا سیستم های بدن محرک هستش و دومیش پاراسمپاتیکه که در اکثر سیستم های بدن اثرش اثر بهاری هستش، سرد میکنه. خب حالا سوالی که اینجا مطرح هستش و انتظار میده که شما پاسخ بدید اینه که کدام دو تا سیستم، من دو تاشم راهنمایی میکنم، کدام دو سیستمی هستن که سمپاتیک اونها را مهار و پاراسمپاتیک تحریک، برخلاف رویه بدن هست. میشه بفرمایید کدومشه؟ تمامی سیستم های بدن در اثر تحریک سمپاتیک تحریک میشن، از جمله سیستم قلبی و عروقی که الان مد نظر ما هست. بله کاملا درسته. یه سیستم گوارش که خانم سیرانی فرمودن و همچنین سیستم ادراری اورولوژی پروژنیتال ادراری. این دو تا سیستم برعکس پاراسمپاتیک اینا رو تحریک میکنه، سمپاتیک اینا رو مهار. چرا که در زمان تحریک سمپاتیک بدن در حالت استرس، بدن درگیر بالاخره فایت و فلای هستش، فرار یا جنگ هستش، دفع دیگه اینجا معنایی پیدا میکنه. گوارش و سیستم اداری اینجا زیاد معنایی پیدا میکنه، یعنی لزومی بر افزایش فعالیتش نداره تا اونها مهار میشن و در زمانی که پاراسمپاتیک تحریک میشه اینها رو تحریک کنه. پس گوارش و سیستم اداره تمامی لیمتر. اما سمپاتیک و پاراسمپاتیک هر کدومشون گیرنده هایی دارن. بالاخره تمام هورمون هایی که تو بدن اثر میدارن، بسیاری از داروها زمانی که بدن انجام بدن کاری رو تو بدن، روی سری گیرنده های مرتبط میشن، حالا یا در سطح سلول یا داخل سلول، و نقش خودشون رو که تمام تحریک یا مهار هستش این همون هورمون های بدن انجام میدن. به گیرنده های پاراسمپاتیک میگیم کولینرژیک، به گیرنده های سمپاتیک میگیم آدرنرژیک. کولینرژیک، آدرنرژیک. گیرنده های پاراسمپاتیک شامل موسکارینی و نیکوتینی که ما کاری نداریم بهشون. گیرنده های آدرنرژی شامل آلفا و بتا هستش. اینجا رو دقت کن بیشتر هم کنیم. گیرنده های آلفا شامل آلفا یک و آلفا دو، گیرنده های بتا شامل بتا یک و بتا دو هستش. گیرنده ها هر کدوم وقتی تحریک میشن توسط میانجی شیمیایی، یعنی اپینفرین و نورپینفرین، میانجی شیمیایی
سمپاتیک نور اپینفرین میانگی شیمیایی پاراسمپاتیک استیلکولین دقت بفرمایید. استیلکولین و اونورم چی هستش؟ نور اپینفرین. اپینفرین در حالت استراحت بیشترم و در حالت ریلکس و اون پایه تحریک رو داره، اما هر زمانی که ما سیستم سمپاتیک رو تحریک میشه نور اپینفرین هستش که با ترشح خودش آثار اضافی رو تو بدن ایجاد. این گیرنده ها زمانی که تحریک شدن توسط میانگی های خودشون آثارشون توی بدن ظاهر میشه، آثارشون توی بدن ظاهر میشه. آلفا یک تنگ کننده رگ مثل گره میمونه، یادتون باشه آلفا مثل گره دیگه، فکر کن دور رگ بسته شده، هرچه این آلفا یک رو گره را محکمتر بکنید رگ تنگتر میشه، چون همونجور که میدونید فشار خون حاصل ضرب برونده قلبی ضرب در معافت رو، یعنی بلد پرشر مساوی هستش با برونده قلبی کاردیاک آوتپوت ضرب در واسکولار سیستمیک رزیستانس یا سیستمیک واسکولار رزیستانس قوامت عروق محیطی هست. خب آلفا یک تنگ میکنه رگ رو، پس بیشتر داروهای آلفا یک آدرنرژیک یعنی داروهایی که گیرنده آلفا یک تنگ کنند تنگ کنند ده رگ و بالا برند و فشار شد. آلفا یک. آلفا دو برعکس آلفا یک یک وازودیلیتور هستش، یک تعادلی بین آلفا یک و آلفا دو وجود داره به نوعی که اینها نه همچین گشاد رگ که فشار پایین بیفته و دارن مختشه نه اونقدر بالایی که جریان خون نتونه خون تو رگ رو بکنه. یک نکته رو همینجا من بگم و ادامه بدم، ببینید فشار خون بالا به معنای پرفیوژن بالا نیست، میدارم پرفیوژن یعنی حجم یا مقداری از خونی که وارد بافت میشه. آیا هر زمان فشار بالا باشه حجم خون بیشتری وارد میشه؟ خیلی خب اگر رگ خیلی تنگ بشه که فشار خون بره بالا، قاعده کار نیست که خون زیادی نمیتونه عبور کنه، یه شلنگی را مستقیم به شیراب وصل کنه، بازش میکنیم تا آخر، یه جریان قطوری از را با حجم زیاد ولی فشار کم هم یه مچلو تو باشه. حالا بیایید یه دریچه تنگی ببندید روش، یا همون دستتون انگشتتون بزنید جلو به چه شلک کنید، یه جریان 7-8 متری میپاشه آب بوده جلو، فشار چی شد رفت بالا، شما با آمد جلو شد. آیا اون جریان آبی که 8 متر میپاشه با قطر کم مقدارش برابر این حجم آبیه که لوله آزاده؟ خیر، اینجا جریان قطوری میاد، اونجا جریان بسیار باریک اما پرفشار که پاشیده میشه به چندی متر و بزن. پس یادتون باشه تنگ شدن رگ که موجب به افزایش فشار میشه همیشه به معنا و مفهوم افزایش جریان خون یا پرفیوژن نیست. برای اینکه این متعادل بشه آلفا یک و آلفا دو در بدن ما به یک میزان نسبی و مناسبی تحت تأثیر سمپاتیک قرار پس آلفا یک آلفا دو بخواد. داروی که باید فشار خون رو بالا بره باید آلفا یک آن انرژی بشه یا آلفا، خب اگر بخواید پایین بندازه آلفا یک بلاکر آلفا دو آگونیست، آلفا دو آگونیست یعنی موافق، آلفا یک آگونیست یعنی موافق، آلفا یک آنتاگونیست، آنتاگونیست معنیش مشخصه یعنی چی مخالف، این میگن آنتاگونیست ضد اون هستش. پس آلفا یک را اگر ما تحریک کنیم رگ تنگ میشه، آلفا دو را تحریک کنیم گشاد میشه. داروهای ضد فشار خون مثل مثلا آلدومت یا متیلدوپا یک آلفا دو
آگونیست هستش، موافق. میمتیک به معنای مقلد هستش، میمتیک نه مقلد، مقلد. وقتی میگید یک دارو آگونیسته یعنی موافق اونه، وقتی میگید آنتاگونیسته یعنی ضد اونه. حالا اما گیرنده های بتا را بگیرید. گیرنده های بتا، بتا یکش به روی قلب اثر میذاره. پس هر دارویی که گیرنده بتا یک رو تحریک میکنه رو قلب بیمار اثر میذاره. دو تا اثر داره رو قلب. یک، تعداد ضربان قلب رو بالا میبره، تاکیکارد اصطلاحا، و دو، کنترکتیلیتی یا قدرت انقباض قلب بالا. پس اگر ما از یک داروی استفاده کنیم که بتا آدرنرژیک باشه، میاد هم زور قلب رو بالا میبره یا به قدرت انقباضی و هم تعداد ضربان چاپ میبره. اما بتا دو، بتا دو روی قلب اثر داره. بتا دو مثل آلفا دو گشاد کننده عضلانی صاف عرق خون و برونش ها، این برونش رو دلیل کنند. اگر دارویی میگن آنتاگونیست آلفا یا بتا یا بتا بلاکره مثل این دران، شما میدید که زهربان رو مندازه پایین، نور قلب رو مندازه پایین و بتا. میگن در بیماران آسمی نباید این درال بدید. خب ببینید، وقتی این درال میدید هم بتا یک هم بتا دو جفتش تحریک میشه. بتا دو تحریک شه، ببخشید مهار میشه، بلاک میشه دیگه. بتا دو برونکودیلیتور، وقتی مهار بشه برونش ها تنگ میشه. پس تنگی برونش ها زیب کنند از زمان پاش شما، چون بتا تحریک میشه، بتا بلاک. بتا وقتی بلاک بشه ضربان قلب هم بیتر میگه پزشک بیه بخواید این درال بدی ببرید، نبزش رو کنید به زیر 60 بکنید، فشار رو مثلا کنید به زیر 10 بکنید، چون هم فشار رو میندازه پایین به خاطر گشاد شدن اون رو ببخشید، به فشار میندازه به خاطر اینکه زور قلب رو کم میکنه، ضربان قلب رو کم میکنه، برونده قلبی کم میشه و هم چکار میکنه برونش ها رو یا چکار میکنه گشاد میکنه. من آمیروفیلی میدونیم تپش قلب ایجاد کنه، آمیروفیلی به تا آدرنرژیک بهتری. امروز داروهای اختصاصی تر مثل مثلا متورال، اسپولول، آتنولول یا تنورمین، این داروهایی که اختصاصی فقط بتا یک رو بلاک میکنه، بهش بتا رو تاثیر نداره، در بیمار آسمی چهار کنید استفاده بکنید. پس این یک دونه اسلاید ببینید چهار اطلاعات مناسبی برای ما برای گیرنده های آدرنرژیک تو هر جای بدن که بگرده که نفر عملکردهای غیر ارادی وجود داشته باشه وجود داره، کردیوواسکولار و عروقی، اندوکرین، گاستروینتستینال، در روده و اندوکرین و در ژنیک یورینری و در نصف نیکانی و در بقیه قسمت های بدن گیرنده های آدرنرژیک چی هستش؟ اینجا رو هم میتونید اسلاید ملاحظه میکنید، قسمت های مختلف بدن رو در نظر گرفته و اونجا رسپتور ها شو گفته، نام رسپتور و نهایتا ریسپانس پاسخش چی بود، اینو ما رو تحریف میگیرنده چه پاسخی در بدن بیمار میتونه چکار بکنه ایجاد بشه. مثلا تو کاردیو وسکولار میتونه عروق خونی روی قدرت انقباضی قلب روی هدایت پذیری همون نینوتروپ، کرونوتروپ و درموتروپ داریم که در این بکنه پانکراس رو این بتای لیور، کبد و کتنی، بتا دو، بتا ها قند کلا بالا برن، گلی کنی
حال هستش. و الان از محمد رسمی ایتالی هم شما میبینید برونش ها چی میشه، گشاد میشه، در ژنیتوری یوریناری همه چی هستش میتونه اثراتی رو داشته باشه. سنگیرنده های آلفا یک ببینید مثانه را منقبض میکنه، اسفنکترش رو بلادر دترسور عضله را چکار میکنه، به تا دو شوهش کنم عضلات رو، رحم رو آلفا کنتراکشن و بتا ریلکسیشن. خب این هم اثرات این دارو در قسمت های مختلف. آلفا یک رو گفتیم که این هر دیگه نمیخوایم همه سیستم هایی که این روی مردمک اثر میذاره، تو برونشا اثر میذاره، تو عروق اثر میذاره، روی یوترین رحم اثر میذاره و در اسفنکتر های دستگاه گوارش هم میتونه اثر میذاره. آلفا رو آدرنرژیک ها میتونه از طریق آزاد شدن نورپینفرین اثر داشته باشه، بعد از عروق رو آلفا دو گشاد میکنه، بعد از عروق رو تنگ میکنه. بعد به تا یک مستقیم روی قلب اثر میذاره، اثرات این دور قلب رو زیاد میکنه، کرونت رو ضربان رو بالا میبره که پای کرونت رو بنوشته، اثراتی که ضربان رو بالا میبره، دموتروفلات پذیری رو اثر میذاره و این رو کنتراکتیویتی یا انقباض پذیری. به تا دو روی ریلکسیشن بازی شدن عضلات صاف همون غیر ارادی میشه، برونگ دیلیشن برونش ها رو گشاد میکنه، باز دیلیشن برونگ رو گشاد میکنه، هر زمان شما رحم و مثانه رو شلش میکنه و روده ها رو شل میکنه. بودیم به تا دو سرکنه گلیکوژنالوز، گلیکوژن ترزیم کن، نتیجه تا سطح گلوکوژن میده بالا. پمپ یا همون پمپ آتوباز، پمپ های سودیوم پتاسیم رو هم بهتر چکار میکنه، اکتیو یا فعالش میکنه. همینجوری که من گفتم میانجی های سیستم عصبی سمپاتی که ما دو نوع هستش، نورپینفرین و اپینفرین. نورپینفرین در میزانش متغیر بر حسب سطح استرس و انزم میکنه شما نیاز بدن تغییر پیدا میکنه، اما یک که تقریبا ثابت هستش، تغییر کننده عمل کرده این ارگان ها در حالت عادی آرترید و مفرسیشن در اینجا هر گروه که میتونه چهار کنه اثر دار باشه. دو پامین یک دیگه از مورد آدنوزی هستش. خب ببینید دوپامین عمل کرده مغزی تاثیر داره، کدوم بیماری از توش دوپامین کاهش پیدا میکنه؟ در کدام بیمار دوپامین کاهش پیدا میکنه؟ اصلا پارکینسون که الدوپام رو میدم بوده که بدن تبدیل به بعضی هم شما دوپامین میشه. دارون دوپامین هم که داریم کاملا دوز دیپنده با سلام بود کاردیوواسکولار مدیکیشن داروهایی هستن که ما میخواییم این نقش های با تفاوت به تلاق بکنیم با توجه به شرایط بیمار در بدن بیمار ایجاد بکنیم که آلفا آدرنرژیک ها، بتا آدرنرژیک ها و دوپامین آدرنرژیک ها سه تا از اون گیرنده هایی هستن که میشه تحریکشون کرد داروهایی که به برای بیمار استفاده میشه. خب از اینجا میرسیم به داروها. اولین دست داروها سمپان داروهای سمپاتوماتیک داروهایی هستن که
گیرنده های سمپاتیک رو تحریک میکنن، معلق هستن. این ها به دو دسته کات کلامین ها و نان کات کلامین ها هستن. همونجور که تو شکل ملاحظه میفرمایید، این داروها میتونن مثل اپینفرین رو آلفا، بتا، بتا یک، بتا دو، آلفا یک، آلفا دو اثر بذارن. یک داروی کاملا دوز دیپندنت هستش، کمان که دوپامین هم همینجور هستش، هم روی آلفا هم بتا. نورمتامین بیشتر روی قلب هستش، ایزوپروتامین بتا یک و بتا دو. و ارزم خدمت شما نورپینفرین بیشترین آثارش آثار آلفایی هستش، یعنی بیش از آنکه بخواد روی قلب اثرات خوبی داشته باشه، چی داره روی ارزم خدمت شما روح بیشتر اثر داره. خب نان کاتکولامین ها داروهاشون اپینفرین، ببخشید افدرین، فنیل افرین و تربوتالین. خب داروهایی مثل افدرین اون این اپینفرین آلفا، آلفا یک، آلفا دو، بتا یک، بتا دو اصلا. فنیل افرین رو آلفا، شما این قطره هایی که میچونن تو بینی تا میچکونن کیپی بینی در جا از بین میره، ولی چکار میکنه؟ هیچ آلفا یک تنگ کننده عروق هستش، به بعد اینکه عروق تنگ میشه بینی گشاد میشه، بستر خونی بینی رو کمش میکنه. فنیل افرین پس آلفا یک شد که و تربوتالین بیشتر در بیماران آسمی که ما بخواییم برونش هاشون رو گشاد بکنیم استفاده بکنیم. سمپاتومیماتیک این دارو ها هست در معلق های سمپاتومیماتیک اپینفرین، نورپینفرین، وازوپرسین، دوپامین، دوبوتامین و ایزوپرسین. اولین دارو اپینفرین. خب چی میدوند از اپینفرین؟ چند تا از موارد مصرفش رو بگید. چند تا از کاربردهای داروی اپینفرین. درمان آسیستور، درمان ساز، قطع خونریزی بینی. خوب اپینفرین یک دارویی هست، بله اولی داروی سی‌پی‌آر هم هست، یک داروی هستش که رو هر چهار تا گیرنده اثر میذاره، دقیقا شد آنافیلاکسی هم در بتا یک و بتا دو، هم در آلفا یک و آلفا دو، و کاملا دوز دیپندنت هستش. همونجور که رو حرفای خودتون الان ما بخواییم بگیم، در شد آنافیلاکسی هم را یه دونه آمپول میزنن از اولانی از این جلدی، اما در سی پی آر شما میدن 3 تا 5 دقیقه میزنن تکرارش هم. چه فرقی داره در سی پی آر شما میره 4-5 تا هر 3 تا 5 دقیقه یه دونه آمپول میزن کامل، اما در یک بیماری که شوک آنافیلاکسی داره یه دونه آمپول اون هم از اولان اونجا وریدی اینجا از اولان. نقش این ها میتونه باشه. حالا هایپوتنسیون مقاوم، ببینید هایپوتنسیون همیشه به عنوان پرستار یادتون باشه، هر وقت افتاد پایین فشار خون در اکثر بیماران کیس بررسی بشه،
تو بخش جراحی بعد از عملی به دنبال ترومای به دنبال اختلالات اندوزی، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه در رابطه فشار رو باید جبران کنید حجم هستش. حجم خون رو، حجم ماهی در بطن رو دومیش داروهای مؤثر روی رگ و قلب، داروهای مؤثر روی قلب و عروق هستش. و سه، اگر جواب نگرفتید تجهیزات هستش، مثل پیس میکر بعد بزنم این تران بالا پمپ ای وی دی هستش بلاخره. پس اینجا قشنگ میدید که یک داروی مثل پینفرین کاملا دوزی بده. در دوزهای بالا بیشتر آلفا ادرنرژیک هستش. شما در سی پی آر برای چی اپینفرین رو بزنید؟ لطفا جواب بدید. سی پی آر چرا آدرنالین میزنید؟ و بعد میخوام اینو مقایسه کنید در بیماری که آسم داره. اینجا یه دونه آمپول میزنیم، اونجا تا 30 تا 40 تا نگه اقراق و سی چه دارم من 3 تا 5 دقیقه باشه 10 تا هم ممکنه بزنیم. آیا تحریک قلب واقعا درست در سی پی آر؟ ما هدفمون اینه که توی پینفرین بدیم تحریک قلب رو ایجاد کنیم، گیرنده ها رو تحریک کنیم. خب من جواب رو میدم. ببینید ما در سی پی آر اگر داروی اپینفرین رو بدیم فقط میخوایم رگ رو ترک کنیم. در دوزهای بالای اپینفرین آلفا ادرنرژیک، همه توی این اسلاید نگاه کنید، بالای 2 میکروپر کیجی مست آلفا، آلفا در سی پی آر ما میخواییم دوز بالایی بدیم که آلفا رو تحریک کنه، آلفا رگ رو تنگ بکنه و کنترل امودیان اما در یک بیمار آسمی برای چی میزنیم؟ برای که برونش ها را گشاد بکنه. لاودوز میخواد با دوز کم، با دوز کم بتا 1 و بتا 2 را تحریک میکنه، برونش ها را گشاد بکنه. با دوز بالا آلفا را تحریک میکنه. ما در سی پی آر نمیخوایم قلب رو کاری بکنه، ما ماساژ میدیم، فشار سیستول رو با ماساژ، ما دیاستوله را انقباض عروق ایجاد میکنه. انقباض عروق هم عرضم به خدمت شما فشار دیاستوله حس میکنه. ما در سی پی آر نمیخوایم که، یعنی نمیتونه آدرنال نمیتونه قلب کنه، قلب باید ماساژ بدید. همین در یک مریض شوک آنافیلاکسی برونکو اسپاس مطرح است، خفگی ما به مثال اسپاس برونکو. خب این هم تفاوت اینا. اما دوزه ببینید، میگه دوزه 2 دهم، حالا عدداش مهم نیست، فقط مهم مقایسه کنید. 200 تا 800 مصری بتا، بالاتر از 2 میکرو آلفا، مصر آلفا و 1 تا 2 یعنی بینابینی میکس بتا و آلفا، میکس بتا و این داروی دوزیپندن هست. همونجور که گفتید در برونده قلبی کاهش آتو در شوک سپتی، در لیست قلبی، در برونده پاس پشنی، در شوک آنافلاکسی
ما از اینها استفاده میکنیم به خاطر آثار داره. روش تجویز دارو همینجور میدهایی هست و هست و هستش آیین هستش. و در بیمارانی که لوله تراژه دارن داخل روزشان داخل استخوان تراژه ساید افکت ها چیه؟ یه تحریک سمپاتی خودشون داریم که علایم داریم جوانی استرام ارزش تفشه برکتاتی تکیاری افتاش نیاز اکسیژن از ولی غرب کارش اسپلانشی اسپلانش نی هند هپتیک سیکر کردشون عشقای دوارشی و تکل و کردن چون بسیم که سمپاتی بها کننده ای باشه بانا سمپاتی بیاش تردن انتی اینسولی بفکت اگر از دست من زمان دیگه این دلیان کنه بندش فایده ای نداره. از خطر شما چند تا هورمون داریم تو بدن آنتی اینسولین افکت دارن ضد انسولین شدیم اپینفرین یکیش کنترل هست یکیش دی‌سی‌تی‌آر هستش یکیش گلوکاگون هستش و یکیش هورمون رشد هستش. اینها چند؟ اینها اثرات ضد انسولین دارن قند رو شروع کنن بالا کنن. اما نور اپینفرین یا نوروفن داروی بیشتر میگیرن برای بهتر سرطان رو بالا کنن نتیجه افزایش هورمون قند خوب این دارو پی داده بشه زمان که حجم داخل رو خوبه ما دو رو گشاده مثلا شوی سپیک و شوی نوروژنیک بار شد اسم دیگه نوروژنیک شد تنها شد یکی پوت گرمه خوشه و رو گشاد هستم و زرمان بر پایینه چون کشی هستش وار چون دیگر بشده چون سمبالی نیسته این چون باید یه پوش برکو خاک استانی رای و قرار اون سهر هستش نورفلین از طریق تنگ کردن رو فشار رو بالا یعنی بود فشار برونده قلبی ضرب داره مقاومت رو به مقاومت رو داره بالا پس اگر حجم خون جبران نبود باید حجم جبران نورفلین میتونه اثر گذار بشه فشار بالا بدون اینکه به قلب زیاد اثر گذار باشه بیشتر عود و مقاومت عروق محیطی اثرات نورپینفرین ساید افکتاش اینه که همه سیستم ها رو که اپینفرین تحلیل میکنن نورپینفرین تحلیل میکنن اما دوپامین رو بیشتر
ما با یک سرکاران که در بخش سیو چه در بخش اوجو چه در بخش از آی سی او یا این راپن راپن یا دوپامی یک دارو کاملا دوز دیپندنت هستش، یک دارو مقلب سرکاری هستش، مستقیمن اصلا دارو گیرنده ها کم دوز دوپامینرژیک هست، نمیتونی زیاد استفاده بکنی. در دوز 5 تا 10 میکرون یک بتا آدرنرژیک ناگونیست بیننده های بود. در دوز بالاتر از 10 میکروگرم 40 میکرون ترکیجی رو میگن دوز آفا. آفا از زر بالا بتا 5 تا 10 بیشتر دوز در بخش های قلب استفاده میشه، دوزش هستش دوز بتا هستش، دوز آفا دوز دوپامینرژی که زیاد استفاده بیشتر دوز بتا هست که زور قلب رو و قدرت انقباضی رو و همچنین ضربان بالا. خب از این لحاظ که زور قلب رو بالا میبره دارو خوبی، از این لحاظ که ضربان قلب رو بالا میبره دارو خوبی. دو ویتامین هم که خاصیت بالا برنده ضربان قلب رو مثل دوپامین نداره. همیشه یادتون باشه چه دوپامین چه دو ویتامین رو باید استفاده کنید، اول باید حجم از دست رفته رو جبران کنید. درسته این داروهای بالا برنده فشار رو مثلا تنگ کردن رگ و افزایش عمود قلبی هست، اما زمانی موثر هستش کارش میگیریم که هر جبران شد از خود زیگر داوود اورژانس در سالوف بگیم حالا دوپار بدم فشارش بره خیر، بخاطر این تحکیم کرد که اول هم میشه هر جبران خون یا سرام که من هستم میشه هدف هستم. بعد از تکمیل هر بالای دارو ها داده میشه، معمولا میشنید اونر ها 5 تا 10 میکروپر کیجی پر مینت هست، زیر 5 استفاده میشه، 5 تا 10 زیاد امروز استفاده میشه. روز بود همش تا 5، روز بتا 5، آلفا که به دو دست بانده تا 40 میکرم خب روز 5 میکرم رو گفتیم تحضیم میکنیم که حالا محاسبات دارون نداریم یا روز سرپست نیست هیچ داره رو میدارم که من هم عوارض داشته باشم، من اصلا ترسی رو برکنم میدارم که برای داروی نقش اولیه داره که ما به خاطر همون به دانشمن رو میکنم، اما کنهای سانوی از سکندری داره بیشتر رو به عنوان عوارض ما میشناسیم، این جانه هم از هم زربار رو برای حالا بکنه باید گروه رو زیاد تنگ میکنه در خیلی از مکانه، حالا دو با تمنی هم روی برد رو زیاد میکنه هم رو رو بشن دو باید با یه تی اینجی میشن دو با تمنی تی اینجی هم سلو میکن میکنه اما
حالا بذار شما گروه رو گشن بوده تو پا میگن زور قلب رو زیاد میکنه، اما دو ترک نیاز به دو نیاز به نیترات نداره، دو ترک هم زور قلب رو زیاد میکنه، هر هفته رو شلش شل میکنه، راحت خون رو پرکان کنه، قلب سنده قلب مشکل ها خون رو قلبش راحت کنه، سه تا عامل رلو خودتنی تفصیل داره. دو بود هم بیاد بود دو خانه برای نیستیم دیگرم و از این نظر خوب بیشتر از شاید رو میخواستید دو مطمئن زرگ رو در زرگ و بارا برای بیشتر به تازه داشت قروب رو بشاد میکنه به تازه رو بشاد میکنه هفت لوده رو میخواید هفت لوده رو راحت میکنه پس داروی مناسب تردی هستش دو متمید کار براش نمیشتر در زمان قلب بشار نارسانی شده قلب بشار اختارش چکی فاکی شده بعد در جنرالی های قلب در نارسانی های قلب مورد مورد استفاده قرار دو دوشم تا چه میکروپر پیجی هستش یه مثل دوبامی سه تا دوز درمانی نداره دو بطاقی که دوز کلیوی باشه و دوز درمانی باشه بتا باشه که استفاده می کنه دوز آلفا که از امخواه می شود دوز بطاقی و دوز جمعی شود بتا هسته در کاهش برونده غربی در وضعیت های مثل CHF از در خدمتش میوپاتی کاردیو میوپاتی CMS را میوپات را دیگه شد دوپامین افتاده رو کم میکنه برخلاف دوپامین که افتلود رو بالا میبره ضربان قلب هم بالا میبره اما نه به اندازه یک از شما دوپامین اینجا از بتا یک و بتا دو رو تحریک کنه زور قلب رو زیاد کنه عروق رو گشاد کنه افتلود رو میندازه پایین و آخر ترکیب اپینفرین و نور اپینفرین در شوقهای همین میتونه کمک کننده باشه با همین دوپامه بعد داریم چند داروی دوپامه یه لپرل یه داروی دیگه ای از کت کلامین سیستمیک از سینتتیک از آخوبی هست به هم بتا یک هم بتا دو رو تحریک میکنه رو آلفا زیاد هستن این لپرلتون رو بیشتر میده برای زهربان قلب داره بیشتر اینوتروپ کرونوتروپ هستش و اینوتروپ برون زیاد اثر نداره چون آلفا از درجه کرد بیتا دورو رو هم بزنه گشاد بکن دیگه وضع دیلیشن بیاد میشه تو برازی کردی ها کاهش برونده قلبی ترسد دفعی میتکه ترسد دفعی یعنی بالا پایین پریدن برونگو اسپاس خب این
میزوپرترنول بیشتر در بیمارانی که برادیکارد هستن داره که بعد از جراحی قلب داده میشه. حالا این گذاشت که نخیلی مهم نیست که بخواهیم یاد. وازوپرسین اپینفرین رو با وازوپرسین جایگزین کنید. پس اینجا نشون میده ما در سی پی آر هدف از تزریق اپینفرینمون تنگ کردن رگ هستش. وازوپرسین که بر حسب نیاز میتونیم این دارو رو برای بیمار بزنیم که 40 واحدی هستش آمپولش و بعد از تزریق وریدی هم میتونه اثرات خودش رو اعمال کنه. این همون داروهایی که شما میتونید در زمین خدمت شما داخل تراشه میتراکیان استفاده لیدوکاین اپینفرین. خب اما میایم به آنتیکولینرژیک. ببینید آنتیکولینرژیک یعنی چی؟ آنتیکولینرژیک یعنی چی بچه ها؟ اصلا ضد سیستم پاراسمپاتیک. ما در قلب زیاد با پاراسمپاتیک کار نداریم. دارویی که بخواد مقلد پاراسمپاتیک باشه، پاراسمپاتو میمتیک باشه ما نداریم. اگه بخواید از داروهای پاراسمپاتو میمتیک، مقلدهای پاراسمپاتیک نام ببرید، فیزوستیگمین، نوستیگمین. هستش که اینها میدم بگم استیلگلین ماده میانجی که آزاد میشه در پایانه های پاراسمپاتیک توسط آنزیمی به نام کولینستراز. دقت کنید آنزیمی به نام کولینستراز چی میشه؟ منهدم میشه، از بین میره. در حقیقت داروهای مولد پاراسمپاتیک یک آنتی کولینستراز هستند. آنتیکولینسترز یعنی اینکه نمیذاره کولینسترز از بین بره، زود از بینش میبره. کولینسترز از بین بره دیگه استیلکولین تجزیه نمیشه، آثارش میمونه. مثل بیمارانی که میاستنی گراو دارن نوستیگمین تا میزنن حالشون خوب میشه، عضلاتشون درست میشه. چرا؟ چون یک آنتی کولینستراز هست. کولینستراز آنزیم منهدم کننده استیلکولین رو از بین میبرن، استیلکولین بیشتر ماندگار میشه. اما ما بحثمون در اینه که چون پاراسمپاتیک روی قلب و اثرات مهاری داره، ما باید داروی استفاده کنیم که فلج بکنه. یعنی فلج کننده. یه دارو بیشتر نداریم. لطفا بفرمایید چی هستش این آنتیکولینرژیک؟ تو قلبم هم یه دونه را استفاده میکنم و سلام. این آنتیکولینرژیک یه دارو بیشتر نیست. بگید تا بریم سر وقتش.
این داروی جز آتروپین، آتروپین آنتیکولینرژیک ما چی هستش؟ آتروپین هستش. آتروپین یک داروی پاراسمپاتولایتیک هستش. پاراسمپاتیک مهار میکنه قلبو، اما یک نکته مهم و اونم این هستش که در حالت استراحت قلب ما تحت کنترل پاراسمپاتیک، در حالت فعالیت تحت قلب ما تحت کنترل سمپاتیک، فعالیت شدید استرس. اگر ما در حالت استراحت پاراسمپاتیک رو فلج بکنیم ضربان قلب تند میشه. شما نگو بعد از پیوند قلب ضربان قلب رو نمیتونن کنترل بکنن، قلب پیوندیشون تحت کنترلتون پاراسمپاتیک نیست، ضربان 130 تا 140 تا هستش، بعد میفته پایین دیگه بالا نمیره. ایزوپراتدونول بهترین دارو هستش. ایزوپراتدونول یه ماشینی رو در نظر بگیرید که یه ذره جاده شیب دار باشه، چون پاتون از جو ترمز بر میدارید دیگه سرعت ماشین زیاد میشه. این پاراسمپاتیک اون ترمز قلبه، ترمز رو بر برمیدارید. ولی اگر بخواید ماشین خیلی تند بره سربالایی و اینها، باید گاز بدید. گاز دادن ماشین همون تحریک سمپاتیکه. پا برداشتن از رو ترمز که سرعت بالا بره در حقیقت یک نوع چی هستش؟ مهار پاراسمپاتیک هست. ما میخوایم پاراسمپاتیک رو فلجش کنیم. یادتون باشه آمپول های قبلا 25 صدا بودن، آتروپین ها نیم میلیه، حتما چون دوز زیر نیم میلی واگوتونیکه، عصب واک شاخه پاراسمپاتیک احشا رو عصب دهی میکنه. شما ببینید که عرضم به خدمت شما اون رو فلجش میکنه، پاراسمپاتیک رو فلجش کرد، ضربان تون میشه. رو قدرت انقباض قلب زیاد اثر نداره، روی ارزم به من شما عروق زیاد اثر نداره. تنها چیزی که اثرگذار هستش چیستی؟ ضربان قلب رو بالا ببره، در برادیکاردیا، در بلوک های قلبی، در آسیستول. در آسیستول دیگه الان جدیدن میگن نزنید، استفاده نکنید. پالسلس الکتریکال اکتیویتی هستش. اینجا هم بیت گایدلاین های جدید مثلا میگن زیاد اثر بخش نیستش، اما بهترین کارش برادیکاردی، بهترین درمان برادیکاردی سیمتوماتیک هست. چون تعریف برادیکاردی یعنی زیر 60، مریض داره 52 ضربانش، 50 یعنی پرفیوژن خوب، گونده قلب خوب، فشار خوب خوب، آیا باید با اتومی نزدیک کنیم؟ خیر. وقتی سیمپتوماتیک باشه، علامت دار باشه، آسیمپتوماتیک باشه خیر. ما بیمار رو درمان میکنیم، نه برگه کاغذ رو، نه نوار قلب رو، نه برگه آزمایش رو، نه اون چیزی که در تکس ها گفته شده. مثلا تکس درست میگه، میگه سیمپتوماتیک، ولی از یه طرف میگه تعریف برادیکاردی یعنی زیر 60، تاکیکاردی یعنی بالای 100. آیا مثلا اگه ضربان قلب من 120 بود درمانش کنم؟ من اونم از 140 50 تا بالا بده با درمانش کنم. راه های تزریقش هر جور که دیده کنم، آی بی، آی او، اندوتراکیال، سابکوتانوز، آی ام و نبولازیشن، نبولایزیشن. شما آتوپین رو به هر شکلی بفرستید، بعد نیم میلیش یادتون باشه، زیر نیم میلی واگو تونیکه، بالای نیم میلی واگو لایتیک هستش، فلج میکنه. 3 میلی گرم هم 6 تا آمپول هم ماکسیمومشه.
دوزار زیاد مهم نیست، فقط شما خود دارو رو بدون چی هست. آتروپین ملاحظات یعنی کنتراندیکاسیون های به نوع، این هم باز همون بر اساس همون یه اسلایدی که گفتیم اینجا، مثلا اگر آتروپین در بیماری که گلوکوم داره ممنوع، البته یه نوع گلوکوز زاویه هاد، گلوکوم هاد با زاویه بسته ممنوع. ببینید هرچه مردمک گشادتر بشه زاویه کانال اشلیم تنگتر میشه، هرچه مردمک تنگتر بشه اون زاویه گشادتر، زاویه تنگ بشه مایع زلالی چشم نمیتونه خارج از اتاقه که قطنابی، فشار داخل چشم اینتراکولار پرشر بالا میره و اثر میذاره رو عصب بینایی موجب گوری میشه. خب حالا هر دارویی که مردمک رو گشاد کنه ممنوع، تو بینم مردمک رو گشاد سمپاتیک تنگ کننده مردمک، پاراسمپاتیک گشاد کننده. سمپاتیک گشاد کننده، پاراسمپاتیک تنگ کننده. پاراسمپاتیک اینکه مهار بسته اینجور نگه داشته، ما فلجش میکنه دارو میکنه. به بعض اینکه فلج شد مردمک چی میشه؟ گشاد. هرچند مردمک گشاد اون زاویه تنگ. یا در همین بیماران میان چکار میکنن؟ داروی مثل پیلوکارپین میدن. پیلوکارپین یک کولینرژیکه، برخلاف این که آنتی کولینرژیکه، اون کولینرژیک مردمک رو تنگ میکنه. مردمک تنگ شد زاویه گشادتر میشه، مای زلالیه راحت از چشم خارج میشه و علامت از بین میره. این هم از آتروپی. میرسیم به یک داروی دیگه به نام، داروهایی به نام پازیتیو اینوتروپ ایجنت، داروهایی که اثرات تقویت کنندگی قدرت نبازی قلب رو دارن. اینوتروپ مهمترین اونها که در نارسایی قلب داده میشه آمینو گلیکوزیت های قلبی هستن، گلیکوزیت های قلبی. و چی میشناسید از این داروی گلیکوزید قلبی؟ اصلا دیگوکسین و دیژیتوکسین، اینها را میگن داروهای اینوتروپ مثبت. در شرایطی که زور قلب پایین افتاده، کنتراکتیویتی قدرت انقباضی قلب پایین افتاده، مثلا مثل نارسایی قلب، مثل کاردیومیوپاتی، مثل شوک کاردیوژنی، و تو شوک کمتر ولی تو نارسایی ها بسیار، این داروها میوکاردیال کانتراکشن رو، قدرت انقباضی قلب رو افزایش میده. و خیلی جالبه علی‌رغم اینکه زور قلب بالا برن، دیوند قلب یا نیاز قلب خون رو زیاد بالا نمیبرن. خیلی بالا. و جالبتر دیوکسین رو آدم های سالم اثر نمیذاره. رو قلب سالم بیشتر، رو قلب نارسا خودش نصبا کنه. نیاز قلب رو به خون بالا نمیبره و میتونه روی ارزم از شما هدایت پذیری الکتریکال و تحصیل بیدون. دیگوکسین به عنوان داروی آنتی آریتمی متفرقه تقسیم برد میشه، یک آنتی آریتمی هم هست. گلیکوزید های قلبی که اینوتروپ مثبت هستن شامل دیگوکسین و دیژیتوکسین هستش، دیگوکسین یا لانوکسین که بعد دیگوکسین.
و از گلیکوزیت های قلبی که استفاده می کنم که گفتیم در نارسایی های قلب. چون به عنوان یک آنتی آریتمی هم هست، درومتروپش نگتیبه، اینوتروپش مثبته. در دیسریتمی های دهلیزی مثل AF و فلاتر و کلن سوپراونتریکولار تاکیکاردی، تاکیکاردی های فوق بطنی مورد استفاده قرار بگیره. خب اثراتش پازیتیو اینه، تو رو نور قلب و زیاد کاریز فورس اند ولسیتی، شدت و قدرت عضله قلب و بالا بره در انقباض، ویداوت بدون افزایش مصرف اکسیژن. خیلی نگاتیو دراماتورو، ضربان قلب کم بشه. نگاتیو دراماتوروپ دراماتوروپ افکت، اثرات دراماتوروپ یا همون هدایت پذیری قلبی اینجا هستش که همون ضربان قلب رو کم میکنه، هم از آن بخدمت شما هدایت پذیری قلب رو کم میکنه به عنوان آنتی آریتمی هم در نظر گرفته، مرحله تحریک ناپذیری قلب رو طولانی میکنه، قانون های نابجا را از این طریق سرکوب میکنه. کرونوتراپ منفی، ضربان قلب رو میندازه پایین. اینقدر مهمه که این افت ضربان که حالا اینجا نوشتیم دیگه، که شما به عنوان پرستار مهمترین وظیفتون چیه؟ کنترل نبض بیمار قبل از زادان. دیگه به عنوان یک اصل یادتون، نبض بیمار قبل از دادن دیگوکسین چک میشه، افتاد زیر 60 دیگوکسین باید تول باشه، دیگوکسین بیمار باید قطع بشه. خب اما اثرات ناخواسته در کل دنیا و از جمله کشور ما ایران، دیش توکسیسیتی بسیار بالا. میتونید بگید علتش چیه؟ نسبت به داروهای دیگه احتمال مسمومیت با دیگوکسین خیلی بالاست. چرا؟ به خاطر دوز ژنتیک. نه همه جای دنیا، نگفتیم مثلا آسیا هستش، اروپا شما همینجور، آمریکا شما همینجور. در مبحث فارماکولوژی ما زمانی و دوز مصرف و احسن، من همین رو میخواستم بگم، دوز درمانی و دوز مصرف با هم بسیار نزدیک هستن. این اصطلاح را چی بهش میگن؟ تراپیوتیک ایندکس، ایندکس درمانی، شاخص درمانی. ببینید ما یه دوز درمانی داریم برای داروها، یک دوز مسموم کننده داریم، یه دوز مرگاور داریم. در خیلی از داروها این دوزها دور فاصله شون زیاده. مثال میگیم دوز درمانش اگر یه قرص باشه، دوز مسموم کننده شون که 20 قرص باشه، وزن بدی به باز وزنی مثلا برقرار چه. اما یه داروی داریم تراپیوتیک ایندکسش خیلی نروه، باریکه، یه قرص اگر درمانش باشه سه قرص ممکنه چی باشه؟ مسئولیت دیگوکسین از بپاد. به خاطر گیر دوز کنترل بشه پایین بیفته، بگن دیگوکسین هفته دو روز قطع بکنه، مریض یک روز مثلا دو روز نخوره.
مرتب سطح سرمی یا پلاسمای دیگوکسین سنجه نیم تا دو میکرو بشه. هم اثرات دارویی حفظ میشه، هم جلو مسمومیتش گرفته میشه. پس دوز درمانی و دوز مسمومیت به هم نزدیک باشن، این خطرناک، این داروی مسمومیت ها دیگوکسین از دو پارسش. خب سه دست عوارض کلی داره. یک عوارض گوارشی، رودرستن عوارض، تهوع، استفراغ، اشتهایی، اسهال، معمولا خود به خود برطرف. یا بعد عوارض مغزی و عصبی داره، اختلالات بینایی، همه رنگ خاکستر یا زرد میبینه، دو بینی داره، عوارض از نشان دیگه مثل ژنیکوماسی بزرگی سینه ها. کمترین اثر را هم روی سیستم رسپیریتوری و ارزم خدمتشون پوست داره. اما خطرناکترین عارض دیگوکسین چیه؟ عوارض قلبیه. به نوعی که میگه هر زمانی شما از یک مریضی که دیگوکسین میگیره نوار قلب گرفتید، دیستریت میدیدید، بگید مال دیگوکسین ما اگر خلاف بشه به قدم بلوکای قلبی میده، به رادیکاردی میده، پی وی سی میده، پی ای سی میده، بالاخره اختلال ریتمای زیادی ایجاد. مسئولیت با دیگوکسین اگر اتفاق افتاد به عنوان یک ماست کامان ساید افکت، حتما باید ما چکار کنیم؟ بیم برای اینکه مسئولیت اتفاق نفته همونجور کجا هفته یکی دو روز قد بشه، سطح دارویی باید بررسی بشه مرتب و جلوش اینجور گرده. و علائم مثل علائم گوارشی، علائم نورولوژیکی، بینایی، علائم قلبی، نوار قلبی بشه، بلافاصله باید دارو قطع بشه. آنتیدوت دیگوکسین فاب هستش. دیگوکسین ایمیون فاب تراپی، آنتیبادی ضد دیگوکسین بشه گفته میشه. اما میلرینون و امرینون دو تا دیگه از داروهای اینوتروپ مثبت هستش، از طریق اثر سیکلیک آی ام پی قدرت انقباضی قلب رو بالا میبره بدون اینکه نیاز به اکسیژن و خون بالایی باشه. غرور هم تا حدی گشاد میکنه، افترلود هم کم. اثرات لوزوتروپ هم داره، عضله قلب رو شل میکنه در زمان دیاستول، همین باعث بارگیری میشه. این دو تا داره، آمرینون میلرینون. میلرینون نسبت به آمرینون ترجیح داره. عروده قلبی رو بالا میبرن، کاهش مقاومت عروقی رو ایجاد میکنن، لودوتروپ ایجاد میکنن. حالا نیم عمرش اینا زیاد مهم نیستش، فقط بدون این داروها داروهای خوبی هستن که مثل دیگوکسین اینوتروپ مثبتن. نو اینکریز میوکاردیال اوتوریکارمن، نیاز اکسیژن عضلی قلبم این دو تا داره، آمرینون میلرینون. میلرینون نسبت به آمرینون ترجیح داره. عروده قلبی رو بالا میبرن، کاهش مقاومت عروقی رو ایجاد میکنن، لودوتروپ ایجاد میکنن.
حالا نیم عمر شنا زیاد مهم نیستش، فقط بدونین داروها داروهای خوبی هستن که مثل نیکوتین اینوتروپ مثبتن، نو اینکریز میوکاردیال اوتوریکارمنت، نیاز اکسیژن عضلی قلبم بالا نمیبره. اگر سوالی تا اینجا دارید از این داروها بفرمایید. خب میرسیم به داروهای آنتی دیسریتمی. داروهای آنتی دیسریتمی، اما دیسریتمی را شما تعریف بفرمایید یعنی چی؟ چرا بتا بلاکر؟ نه، سبب افزایش قند خون نمیشه. ببینید خود گیرنده های آدرنرژیک تحریک میشن، قند بالا میره. عرضم به خدمت شما وقتی شما بتا بلاکر میدید در بیماران دیابت، حالا من بحثشو میذارم گذاشته بودم برای اینکه تو همون بحث بتا بلاکر ها بگم، وقتی مریض دیابتی قندش پایین میفته یا هر انسانی مثل خود ما به خاطر گرسنگی به خاطر ورزش فعالیت قند اون پایین بیفته، آثار اولیه هایپوگلایسمی در بدن ما به شکل یک بتا آدرنرژی که تحریک بتا نگار آدرنالین آزاد شد، قند خون وقتی پایین میفته همچیز اتفاق میفته که چیکار کنه؟ دوباره قند رو ببره بالا. چی شما میبینید در آزاد شدن تحریک گیرنده آلفا و بتا؟ ضربان قلب تند میشه، رنگ پریده میشه پوست، لرزش ایجاد میشه، تاکیکارد میشه، احساس گرسنگی میشه، عرق میکنه فرد. خب اینها به ما نشون میده که ما گشنمونه، نشون میده قند ما افتاده پایین در هایپوگلایسمی خفیف. دقت بفرمایید خفیف. وقتی متوسط میشه علاوه بر این علائم، علائم نورولوژیکی هم ایجاد کنه، شدید بشه هایپوگلایسمی بیهوش میشه، علائم کاملا نورولوژیک، تشنج و نمیدونم بیهوشی و حتی مرگ هم میتونه اتفاق بیفته. خب ما همیشه باید به اون علائم اولیه واکنش نشون میدیم در افت قند. در بیمار دیابتی که بتا بلاکر میخوره قندش میفته پایین در رنج خفیف، هیچ گونه آثار علائمی دیده نمیشه، چون انگار علائم کات کلامن ریز دیگه. شما که بتا بلاکر قند راه بستید، قند خون پایین میفته بدون اینکه بیمار علائم رو داشته باشه. کی متوجه میشه؟ زمانی که علائم شدت پیدا میکنه، در هایپوگلایسمی متوسط تا شدید. پس به بیماران دیابتی توصیه میشه اگر بتا بلاکر استفاده میکنن، اگر اکثرا به خاطر قلبشون استفاده میکنن، مراقب افت قند خونشون باشن، چرا که علائم اولیه، علائم آدرنرژی که افت قند خون چکار میکنه؟ از بین میره، ماسکه میشه اصطلاحا، یه ماسکه انگار اونو میپوشونه. این منظور این هست. خب همونجور که گفتم برهم خوردن ریتم طبیعی قلب. خب این رو یه تعریف خیلی ساده شما گفتید که استفاده کردید از همون ریتم و ضدش که آریتمی میشه. حالا هم اصطلاح آریتمی به کار برده میشه هم دیسریتمی. آریتمی بیشتر در ارتباط با اختلالات که مرتبط با SA هست، ولی بعد سایر قسمت های قلب وقتی ریتم به هم میخوره از اصطلاح دیسریتمی استفاده میشه. یا قلب ما نرمال سینوس ریتمه یا دیسریتمیه.
پس هر زمان ریت نرمال نبود دیستید بیه. تعریف نرمال چیه؟ ریتمی که از اس اینود منشأ بگیره، پس تولیده در حقیقت این پاس و هدایتش طبیعی باشه بگیم نرمال سنوسه. انحصار ریتمی که از اس اینود منشأ میگیره و در هدایتش هم مشکلی وجود داره. هرگاه در تولید ایمپالس و هدایت ایمپالس در قلب مشکلی به وجود بیاد، اختلالی به وجود بیاد، بگیم دیسریتمی. دیزوردر آف ایمپالس فورمیشن، دیزوردر آف ایمپالس کانداکشن، اختلال در تولید، اختلال در هدایت یا ترکیب از این دوتا، اینو میگیم کاردیاک دیسریتمی، دیسریتمی های قلبی. الکتروفیزیولوژی قلب اینجا ناچارم یک کوچولو مرور بکنیم که آنتی دیسریتمی ها رو بهتر متوجه بشید. بله، غیر از سینود زربان سالت پیس میکره قلب بشن، این میشه دیسریتمی. خب الکتروفیزیولوژی قلب رو ببینید، ما یک فاز استراحت داریم که اینجا نگاه بکنید، در حال استراحت سلول رو نشون میده، غشای سلول هم داخل سلول و این هم میزان جریان الکتریستش هست که در فاز استراحت 90 حالا منهای 90 منهای 80 این میشه فاز استراحت، همون دیاستول هم معنا میده. به محض اینکه سیستول آغاز میشه این پولاریزه قطبی سریع دپولاریزه میشه. ببینید بارش از مین 80 من چون بعد از صفر هم رد کرد رسید به مثبت 20. چه شد که بار سلول ناگهان از منهای 90 داخل سلول تبدیل شد به مثبت 20؟ یک یون مثبتی به نام سودیوم. ببین فاز صفر سودیوم اینه، سودیوم ریخت توی سلول، غشای سلول ریخت توی سلول. چرا ریخت؟ چون غلظتش در بیرون سلول زیاده، یک الکترود خارج سلول، دریچه باز شد، ریختن اومدن تو بر اساس هارمین شد داخل سلول مثبت شد، شد دپولار. پس پولاریزه دپولار اومد تا مثبت بیست، هیچ هم نمیخواد، دریچه باز شد، مثل صد آبی که دریچهش باز شد بریزه بیاد. خب حالا دپولار مثل دری که باشون حالا باید بسته بشه، رپولار. دپولار با چه سرعتی؟ تو نوار قلب همون کیوار اس هسته بشه. رپولار رو ببینید چقدر آهسته آهسته اومد اینجا، اینجا دوباره برگشت به حالت اولیه، قلب دوباره از اینجا برگشت به همون 85 منهای 85 کاملا فاز چی؟ استراحت. پس دیاستول اینجا تموم شد، سیستول شروع شد، سیستول شامل دپولار و رپولار، رپولار مجدد پولار شد، اینجا دوباره دیاستول رفت که دوباره تا یه سیستول بعدی اتفاق بیفته. حالا پس اینجا سودیوم بار، اما رپولار اون چقدر آهسته، این فقط مختص سلولای قلبیه، این فقط مختص سلول های قلبی هستش. آروم آروم دوباره این پول دپولار که شده غیر قطبی، حالا باید قطبی بشه. ببینید یه دفعه از 20 مثبت 20 افتاد نزدیک صفر، چی وارد شد؟ یون های کلور، کلور وارد شد. یه دفعه دوباره صاف شد، حوالی صفر رو بکنید کفه ایجاد شد. کفه رو اگر نگاه کنید چی وارد شد؟ کلسیوم. کلسیوم بارش مثبت، وقتی وارد میشه نمیذاره سریع بار داخل سلول دوباره منفی بشه. اسلو چنل، اینجا رپید چنل باز شد، کانال های سریع سودیوم ریخت تو، اینجا اسلو چنل کانال های آهسته باز میشه، کلسیوم که بارش مثبت میریزه توی سلول، توی سلول آروم آروم مثبت میشه. توی سلول که مثبت شد بار اینجا چکار میکنه؟ میمونه اسلو چنل، میایم به فاز سه میرسیم.
فاز سه. در فاز سه اگر ملاحظه بفرمایید یه خورده با سرعت بیشتری دوباره بار چی شد؟ منفی شد. این چه اتفاقی شد؟ منفی یون های پتاسیم اومدی بود، پتاسیم خارج شد. پتاسیم بارش چی بود؟ مثبت. از تو سلول بره بیرون، هی بار داخل سلول منفی شد. چجور رفت بیرون؟ چون الکترولیت چه داخل سلوله. وقتی دیگه باشه برعکس سدیم گرفت بیرون، از تو میرزه بیرون. بار یه دفعه افتاد پایین. فاز سه بود. از فاز سه، فاز یک، فاز دو، فاز سه پتاسیم، اما میرسیم به فاز چهار. فاز چهار. در فاز چهار هر آنچه که ارزم به خدمت شما در زمان صفر و فاز صفر و فاز سه ریخته بودن تو و بیرون، حالا برمیگردن سر جاشون، پتاسیم برمیگرده تو. کدوم پتاسیم؟ همین که مرحله سه رفته بود بیرون، در فاز چهار برمیگرده. سدیمی در فاز صفر ریخته بود تو، حالا از تو میاد بیرون. خب این جا به جایی این تغییر حالا دیگه فرق میکنه با اون مرحله یک صفر و سه. اینجا خلاف انتشاره. سدیم باید از توی سلول که الزتش کمه بیاد بیرون که بیشترین خلاف انتشار. پتاسیم باید از خارج سلول که الزتش کمه بره توی سلول که الزتش چی هستش؟ بالا، یعنی برخلاف انتشار. و چی نیاز داره؟ چه پمپی؟ پمپ سدیم پتاسیم. پمپ سدیم و پتاسیم. این پمپ انرژی مصرف کنه، سدیم بیرون سدیم میده بیرون، دو تا پتاسیم میده به داخل. یه سدیم بیرون، دو تا پتاسیم به داخل. البته این مال عضله قلب نیست، مال پیس میکر اس اینوده. اینجا رو نگاه کنید دیگه، آروم آروم ببینید، هی سدیم آروم آروم بیاد تو، کلسیم میره بیرون، تبادل این دوتا، هی بار کم میشه. بار رو باره از منفی میره به سمت بالا. یک دفعه چیکار میکنه؟ آستانه تحریک میاد پایین. این پمپ ها و این دپولار رپولار در عضله سلول های عضله قلب با سلول های هدایتی مثل سین و دیوینوت فرق میکنه، یادتون باشه. حالا چهار تا مرحله را دیدید، صفر ورود سوتون، یک ورود کلور، دو ورود آهسته کلسیوم، سه خروج پتاسیوم، چهار برعکس، خروج سدیم و ورود پتاسیوم با استفاده از این پمپ. تمام فعل و انفعالات الکتریکی قلب با لحمه ورود و خروج ها هستش، هم کیارس با لحمه رپولاره استی و تی هستش. دوباره برمیگردید فاز استراحتی شما. هر کانون هم میتونه اینجور عمل کنه. ما میخواییم داروهای آنتی آریتمی که بدیم، میخواییم نذاریم هر جایی از قلب اینجور فعالیت داشته باشه. یه تو مهم دقت کنید، در فاز صفر یک دو و قسمت اعظم سه قلب تحریک ناپذیری مطلقه. افکتیو رفرکتوری پریود ابسولوت مطلق، یعنی برق سفاز هم وارد بشه تحریک بشه سلول قلبی به جواب نمیده. اما در اواخر فاز سه و چهار، اواخر فاز سه و چهار ما میبینیم که ارزم خدمت شما قلب تحریک پذیری نسبی داره، تحریک پذیری نسبی داره. یعنی اگر یک ایمپالس بیاد قلب رو تحریک بکنه، قلب ممکنه بهش جواب بده و اینجا هستش که خطرناک میشه. پدیده آر اون تی داریم، یعنی از تی اینجا تموم نشده یه آری روش بیفت. آر یعنی همه تی، یعنی فاز صفر. هنوز چهار تموم نشده، فاز صفر دوباره شروع بشه.
اینجا هستش گفت. حالا این داروها میان چکار میکنن؟ مثلا کلاس یک میان کانال های سودیومی را میبندن، یه اصلا دیپولاری اتفاق رو میکنن، بوش بیتا بلاکر های گیرنده های بیتا را سرکوب میکنن، سهش کلسیوم چنل بلاکر ها هستش، میبندی اینا را این طول میکشه. کلاس چهارش پوتاسیوم چنل بلاکر کانال های پوتاسیوم رو میبنده، وقتی این کانال دو و کلسیوم و پوتاسیوم بستشه تحریک ناپذیری طولانی میشه، قلب به کانون های نابینا جواب میده. وقتی کانال یک بسته میشه کانال های صفر یا سودیوم هستن هیچ دیپولاریزاسیون اتفاق نمیفته. اساس عمل کرده این داروها پس همین هستش که چگونه اصلا دیستریتمی هر گونه انحراف در تولید و هدایت یک ریتم هستش. حالا ما میخواهیم این دیستریتمی ها را مجددا برش کردیم به حالت طبیعی از داروهای آنتی دیستریتمی استفاده میکنیم. ببینید اینجا دقت کنید که آل آنتی دیستریتمی که تمامی داروهای آنتی دیستریتمی میتونن باعث خودشون دیستریتمی بشن، این هم نکته مهمی، تمام داروهای آنتی دیستریتمی خودشون میتونن باعث دیستریتمی بشن. واکنش های دیگه هم دارن، هایپر سنسیتیویتی، واکنش های زیاد حساسیت، تهوع، استفراغ، اسهال، سرگیجه، اختلال بینایی، سردرد از عوارضشون. آنتی دیستریتمی ها رو هم برای درمان هم برای پیشگیری از اختلالات ریتم استفاده میکنن، هم برای درمان هم برای پیشگیری از اختلالات ریتم استفاده میکنن. حالا چه عواملی باعث دیستریتمی میشن؟ ایسکمی قلب که هایپوکسی بهش نمیزه، اختلالات الکترولیتی به حضور پوتاسیوم، اختلالات به هاش مثل اسیدوز، اکسسی کتکولامیدولیز، تخلیه کتکولامین ها، بافت اسکار، بافت بیمار در قلب بعد از ام آی، از اون بافت های ایسکمیک اسکار میتونه کانونی بارشه برای قلب، بعد دراگ توکسی به خاطر مسئولیت های قلب. سلول های قلبی خوب سلول های فرمان برداری هستن، یعنی چی؟ سلول های خوبی هستن، فرمان بردارن به این معنا که اکسیژن داشته باشن، وضعیت اسید و باز مناسب باشه، هر این پانسی از بالا بیاد به جواد میدن. و هر کانونی با سرعت بالاتر این پانسور میکنه رهبر قلب، اما زمانی که هر کنون از اختلالات به وجود بیاد دیگه میره پی کارش، هر گوشه از قلب برای خودش باید این پانسور دید کنه. اختلالات تشکیل و هدایت بعضی وقت کشنده و مرگ‌آور هست. این استاد کل داروها را به شما نشون میده طبقه بندیش رو. کلاس یک سودیوم چنل بلاکر، وقتی کانال های سودیوم بلوک شد این پالسی ایجاد نخواهد شد. این خودشون کلاس A, B, C دارن، مثلا معروفترینش لیدوکاین کلاس B، کینیدین کلاس A و پروپوفول یا فلکاینید کلاس C هستش. از آنتی دیستریتمی کلاس یک معروفترینش لیدوکاین و کینیدین هستش که اینها با بستن کانال های سودیومی مانع ورود سودیوم به داخل سلول، پس این پالسی تولید نمیشه. کلاس دو بتا بلاکر هستش که مفصل میگیم در ادامه. کلاس سه منو جا به جا افتادم اونجا کلاس رو، بله کلاس نه دیگه کلاس سه همینه، چنل بلاکر پوتاسیوم چنل، مثل همین آمیودارو، مثل برتیلیوم که دیگه امروز استفاده میشه، مثل
سوتالول علارغم این که خودش بتا بلاکر هستش در بلاک گروه اونا، ولی عملکردش مثل این هستش. وقتی که کانال پوتاسیوم بستشه در دور تحریک ناپذیری مطلق طولانی میشه. در نشه قلب به همه کانون ها جواب میده. کلاس چهار کلسیوم چنل بلاکر، کانال های کلسیومی رو میبنده، روی تحریک ناپذیری قلب رو طولانی کنه مطلق شد. التیازم و وراپامیل مثلا. و آدر یا متفرقه ها مثل دیگوکسین میتونن باشن. آدنوزین و دیگوکسین. پس کلاس یک سودیوم چنل بلاکر، کلاس دو بتا بلاکر، کلاس سه پتاسیم چنل بلاکر و کلاس چهار کلسیوم چنل بلاکر. همین داروها رو بستن دریچه ها مانع ایجاد دیستیت میشن. خب دیگه فقط اینجور دیگه متوجه شدیم به چه صورتی اتفاق میفته. کلاس یک ها اندیکاسیون ها دوزاش رو نبذاریم کنار، لیدوکاین یکی از بهترین ها هستش تو این گروه. بعد یه موضوع دیگه که این داروها از نظر اثر روی آن دیستیتمی ها یا سوپراونتریکولار تاکیکاتی ها یا دیستیتمی ها را دربان میکنن فوق بطنی مثلا آدنازین، یا ونتریکولار هستن فقط بطنی هستن مثل همین لیدوکاین، یا هم سوپراونتریکولار هستن هم ونتریکولار مثل آمیودارن. آمیودارن هم دیستیتمی های بطنی هم فوق بطنی دربان میکنه، لیدوکاین بطنی و آدنازین مثلا فوق بطنی هستن. آنتی دیستیتمی باعث ارزم خدمتشون بسته شدن دریچه های سودیومی میشن، همین پاس نمیذارن درست بشه، هم باعث تغییر کوچیک شدن فاز چهار میشه. فاز چهار کوچیک شه برای تحریک ناپذیری نسبی کم میشه و قلب آماده تحریک پذیری میشه. کلاس دو را که بتا بلاکر حالا کامل میگیم تو دسته خودشون. کلاس سه پتاسیم چنل بلاکر، دو تا از داروهای مهمش آمیودارون که امروز آمیودارون چویز انتخابی دارویی هستش برای دیستیتمی ها، در سی پی آر هم این آمیودارون رو میگن. ورتیلیوم به خاطر افت فشار و ضربان دیگه امروزه زیاد استفاده نمیشه. آمیودارون هم همچنین فشار و ضربان رو پایین میدازه. آمیودارون آمپولای 150 میلی داره. در سی پی آر 2 الی 3 تاش رو میتونیم استفاده کنیم. 300 الی 450 میلی گرم دوز بلوسشه. دوز مینتنسی چقدر نگه دارندش؟ در 24 ساعت بعدی چجوری باید آمیودارون رو بزنیم؟ دوز بلوسش در سی پی آر هم گفتیم 2 الی 3 تا آمپوله، 300 الی 400. در 24 ساعت بعد که حتما باید گرفتش، 6 ساعت اول دقیقه 1 میلی گرم پر مینت و در 18 ساعت بعد که 24 ساعت تکمیل شه، بله نیم میلی، کاملا درست هستش. اما در غیر سی پی آر چقدر میزنیم؟ در غیر سی پی آر 1 آمپول بلوس و دوز نگهدارندش مینتنسش همینه، فرقی نداره. یه آمپول 150 مثل ویتک، ویتک نبزدار رو باید چکار کنید؟ یه دونه آمپول بزنید و بعد مینتنسه. در ویتک بدون نبز یا فیبریلاسیون 2 الی 3 تاش
رو میتونید بزنید. باید مراقب افت فشار و ضربان قلب بیمار باید باشید. این وی تک و وی فیب باید تا دیاره کنترل اندیکاسیونش در ادامه روی افت فشار، حساسیت بالا، شوک کاردیوژنیک، بلوک های در جوسه چون سرکوب بکنه قلب و افت فشار و ارزم به خدمت شما برادیکارد ایجاد بکنه. علاوه اگر این دارو رو با بتا بلاکر ها یا کلسیم بلاکر ها همزمان بدیم به شدت فشار رو و ضربان رو پایین میندازه. ساید افکتش هم دیگه هیچی، فقط هم آیوی باید بزنیم. برتیلیوم که امروز دیگه استفاده میشه. کلاس چهار کلسیوم بلاکر ها هستش. ببینید کلسیوم یک یونیه که وقتی وارد سلول های قلبی میشه قدرت انقباضی رو بره بالا، وقتی وارد سلول های عروق میشه اونا رو منقبض میکنه، رگ رو تنگ میکنه. حالا شما یک بلاکش کنید، یک کلسیوم بلاکر میدید، ورود یون کلسیوم به قلب کم، دور قلب کم میشه، شل میکنه، کلسیوم بزنه قدرت انقباض قلب بالا میره و در عروق قدم ورود کلسیوم واسه شل شدن عروق و افت فشار خون میشه. از این داروها علاوه بر آنتی دیستی برای ضد آنژین سد ضد فشار خون هم ممکن استفاده بشه. کلاس چهار کلسیوم بلاکر ها اوتوماتیزه AVSA رو کم میکنه، هدایت پذیری AV رو کم میکنه، پدیده ری انترنت که یکی از اقسام و علل ایجاد دیسریتمی اون رو چکار میکنه؟ کنترلش میکنه. سوپرا ونتریکولار نات ونتریکولار آریتمی های تو باشه، کلن آریتمی هایی که منشهش از بطن باشه میگن ونتریکولار. آریتمی هایی که منشهشون از دهلیز از جانکشن باشه و اس اینود باشه دارا آریتمی های فوق بطنی هم میگن. آدمنزین برای سوپراونتریکولار تاکیکاردی ها مثل فلاتر، فیبریلاسیون، پی اس، پی ای تی. خب این هم از بین آن دوزش 100 تا 300 میکروگرم پر کیجی. ساید افکتاش هم خودش دیسیتمی ها، برونکو اسپاس ماستش، بعد افتادگی تهوع و سریان هم وقتی تزریق میکنیم اثر میداره و سریان هم دژنره میشه. خب میرزیم به دسته آنتی آنژینال ایجنت، داروهای ضد آنژین صدری. یکی از دوستان میگن آنژین صدری چیه؟ اساس ایجاد این مشکل چی هستش؟ آنژین صدری چیه؟ که ما با داروها میتونیم این رو چکار کنیم؟ درمانش بکنیم. ببینید عدم تعادل بین بله عرضه و تقاضای اکسیژن که حالا دوستمون خانم یا آقای ستنجا که فقط اسم فامیلشون هست کاهش اکسیژن میگن به نوع عرضه، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن باعث ایجاد آنژین صدری میشه. حالا در راستای تعریف علتش هم معمولا عروق کرونر مشکل دارن که عروق کرونر اینجا پلاک فیبروزی دارن
جریان خون مناسبی رو ممکنه نتونن برای منطقه از قلب تأمین کنن که زمانی که ضربان قلب بالا میره، زمانی که دیمند بالا میره، زمانی که فعالیت قلب شدت پیدا بکنه و به همون نسبت خون نمیدونه جبران بشه، میشه آنژین سطحی. ما بله خانم زهرا صدیقی، و ما با استفاده از داروها میاییم چیکار میکنیم؟ مجددا این تعادل رو برقرار میکنیم. همونجور که نگاه میکنیم یک کلا کلنگی رو میبینیم که در حالت نور به افرادی قلب سالمی دارن عرضه و تقاضا، سپلای و دیمند برابره. و هر علتی اگر عرضه کم بشه یا تقاضا بره بالا، این تعادل به هم بخوره، میشه آنژین سطحی. یکی از راهکارهای این که مجددا با این تعادل رو برگردون استفاده از داروهایی هستش که این داروها بتونن یا عرضه رو افزایش بدن یا تقاضا رو کم بکنن. مجددا به حالت تعادل خودش برگرده. برای آنژین های سردی سه دسته دارو، نیترات ها، بتا بلاکر ها و کلسیوم بلاکر ها عنوان بهترین دارو هستن. ببینیم دو نوع درمان داریم، یک پایان دادن به حملات یا درمان شورت‌ترم، دو لانگ‌ترم برای کنترل هستش. و حمله ای رو اتفاق افتاده رو میخوایم خاتمش کنیم، خوب این معلومه این جز نیترات های چی جواب میده. نمیدونی تو عملات دارید بتا بلاکر بدید، کلسیوم بلاکر بدید، اما در دراز مدت که میخواد مریض کنترل بشه، بله هم نیترات های طویل الاثر به درد میخوره، هم بتا بلاکر ها، هم کلسیوم چنل بلاکر ها میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. که بعضی از داروها هر دو نقش رو دارن، یعنی هم عرضه رو زیاد کنن، تقاضا رو کم، مثل اکسیژن، اولین دارو اکسیژن. بعضی هاشون من یکی از این نقش ها رو دارم. در مصرف تمام آنتی آنژینال ایجنت ها، پرستار ها باید عوارض ناخواسته دارویی مثل واکنش های آلرژیک، سردرد، سبکی سر، افت فشار، سرگیجه را کنترل کنند. اثرات درمانی دارو رو چک کنند، آیا درد از خودش برطرف شد، تسکین پیدا کرد، آیا فشار پایین افتاد، راحت بود. چون در درمان فشار خون ما از این داروها استفاده میکنیم. خب زمانی که بیمار میخواییم از این داروها بهش بدیم، باید تاریخچه دارو بگیم، آیا از اوتیسی ها مصرف میکنه یا نه، ممکن اثرات داروهای مصرفی رو تحت تاثیر قرار بده. از بیمار میخواییم هر گونه علائم از اختلال بینایی، سردردهای مداوم، خشکی دهان، سرگیجه، ادم، فیلت کردن، افزایش وزن، مثلا افزایی که بیش از 2.5 کیلو در یک هفته باشه یا بیش از 1 کیلو در یک روز باشه، حتما باید این رو بررسی کنیم. و اول دست نیترات ها بودن. نیترات ها داروهای اصلا گستره وسیع از داروها رو به خودشون اختصاص بودن، در اشکال مختلف وجود دارن. نگاه کنید، زیر زبانی، قرص، اسپره، اورال کپسول، تبلت ارزم بخید بر شما، محلول های وریدی، پوماد، پچ های جلدی، پومادها، پچ ها را ترانسرمال هم میگن.
پوشش هایی که یا تکه هایی که روش دارو مالی بشه اینو به پوست مریض میچسبونن حالت جسم میداره و آروم آروم دارو جاید معمولا شب تا صبح میزنن صبح بر میدارن بوکال یا دهانی مثل شکلات که به هم بندازی اصل اصلی داروهای میتراتات گشادی عروق هستش گشادی ورید ها که هفت لود رو کم میکنه عروق کوچیک و بزرگ رو گشاد میکنه نیترات ها عروق کرونر رو گشاد میکنن درد رو تسکین میدن به نقاط ایسکمیک اکسیژن رسانی میکنن هم برای درمان فوری که قرص تی ان جی زیر زبانی هست هم برای لایتر که انواع اقسام وجود داره یکی از مثلا داروهای نیترات تقریبا پر مصرف نیست و پروساید و نیترایده هم وریدها رو گشاد میکنه هم شریان ها رو افترلود رو کم میکنه پرلود رو هم تا حدود کم میکنه تو بیماران بعد از جراحی قلب هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره اثراتش هم فوریه زیر زبانه شما میذاره 3 تا 5 دقیقه به دستر میذاره در خود نیترات ها خیلی مهمه به عنوان پرستار رو میگیم دارا به نور حساس هم پس معلولا شما تو فول های تیره بریزیم به 4 ساعت بعد هم عوض بکنیم مسمومیت و نیترات ها متهموگلوبین نمیده سیانید خون اینگر بالا میده تو مواردی که مریض نیترات میگیره اگر این علائم رو ارزم خدمت شما اسیدوز دیدیم ممکنه نشون دهنده مسمومیت بسیار آرها باشه نوزش رو تیتریت میکنیم آروم آروم بالا میبریم تا اون نتیجه دلها رو بگیریم نیتروگلیسرین یا تی ان جی مستقیم روی وریدها اثر میداره وریدها رو گشاد میکنه بازگشت خون به ورید رو قلب رو کم میکنه این میشه کنترل بار کاری قلب که این تی انجیر شکل زیر زبانیش هم ما داریم حالا وریدیش که اینجور شکل زیر زبانیش قرص هایی هستش که به فاصله 3 تا 5 دقیقه از حملات یا به عنوان پروفیلاکسی استفاده میکنیم آب دهنش نباید برد بده به هر جمع مریض بشینه یه گزشی کوچولی زیر زبان اتفاق میفته که نشون دهنده سلامت این قرص هستش بیشتر از 3 تا نباید استفاده بشه خب این زردیل هم یک از اون هم زیر زبانیش دارم و هرس معمولی شاید های نازشون سر داده فشار ممکنه پایین بیفته که حتی باید فشار به خود در شکل تزدیلش کنترل میشه سر درد ایجاد میشه اصلا بخواه باید بیمار داده میشه تا که کردش به صورت جبرانی هم که فشار پایین میفته ضربان تون میشه افت فشار هم وضعیت ممکن اتفاق بیفته و تولرانس هم ایجاد میشه یعنی دارو باید یه دوزش بالا بره به یه دوز مصرفی دارو بالا بره تا اثرات مشابه بکنه این هم که گفتیم دیگه تی ان جی حالا ان تی جی جانش تی ان جی رو نباید بجابه زیر زبان قرار بده در فاصله 3 تا 5 دقیقه و فشار برای اینکه پایین نیفته بیمار ترجیحاً حالت درازکش نشسته باشه بعد از باز شدن
بیشتر از 3 ماه نذاره بمونه در معرض نور خورشید قرار نده، تا نگهداری در محل تاریک باید حتما تلاش کنه، قرص رو 6 رنگ تیره‌ای باید داشته باشن، کاربرد درستش رو روش درستش رو به مریض باید بگین، در اونه که 5 استفاده باید شب بزنن، روز بعد رو که تولرانس و تحمل ایجاد نشه، جایی که مولاره نچسب کنن، نورو شیوش بکنن و پنج دورش قرار بدن. ممکنه بگیم در زمان مصرف، در زمان شروع دردهای آنژینی استفاده بشه که باز خیلی مهم، هم پروفیلاکسی هستش هم میتونه متوقف کنه. یک نکته مهم اینه که اگر یک مریضی نابوزش میداد بهش 3 تا تیرنجی استفاده کرد، درد همچنان ادامه داشت و دردش هم شدید بود، همراه با تهوع و استفراغ بود و عرق سر، این بیمار یعنی دچار اکوت کرونری سندروم ACS شده، اکوت کرونری سندروم ACS شده. این بیماران آموزش بشون میده اگر 3 تا قرص زمان کنه 15 تا 20 دقیقه در طول کشید، بلا فاصله با مرکز فوریت ها تماس بگیرن و خودشون رو به بیمارستان برسونن. تنها توضیح شما اینه که 2 تا قرص هست میده به جان اگه نه تو ارجاز بشونه. این نکته بسیار مهم. پس دردی که بیش از 15 تا 20 دقیقه تو بیش به 3 تا 3 اینچ جواب دارن و بیمار سابقه قلبی داره، این میتونه ACS باشه که باید بیمار بیاد بیمارستان و تحت درمان قرار بگیره. اما بتا بلاکرها، بتا بلاکرها داروهایی هستن که گیرنده های بتا آدرنرژیک رو بلاک میکنن. اگر اختصاصی قلب نباشن، کاردیو سلکتیو نباشن، هم بتا 1 رو هم بتا 2 رو بلوک میکنن، هم بتا 1 هم بتا 2. اما اگر اختصاصی قلب باشن، کاردیو سلکتیو باشن، فقط گیرنده های بتا 1 رو بلوک. پس بعضی هاشون تو آسم هم میشه استفاده کرد، مثل متوبرولول، مثل آتنولول، اسمولول. بعضی از اونها خیر در بیماران آسمی نمیشه، چون هم بتا 1 رو بلوک میکنه هم بتا 2 رو. پس کارشون مشخص شد. بتا 2 وقتی، بتا 1 وقتی بلاک بشه چیه نتیجهش تو بدن؟ 1 کاهش ضربان قلب، 2 کاهش قدرت انقباضی قلب. پس در نارسایی های قلبی، در آنژین های صدری یا فشار خون اگه این داروها رو میدن، برونده قلبی رو کم میکنه، زور قلب رو کم میکنه، ضربان قلب رو کم میکنه. شما اگه این درال به مریض بدید و همینید به خصوص تزدیقی شو، یه هم نبض رو چک کن، پزشک نبض زیر 60 و فشار زیر 10 هول بشه دارو. میکانیسم اثر همشون یکیه، هارت ریت رو کم میکنن، قدرت انقباضی رو هم کم میکنن. طبقه بندیش به 2 صورت نان سلکتیو یا نان کاردیو سلکتیو و کاردیو سلکتیو هستش. تراپنولول، نادولول، تیمولول، پیندولول و کاردیو سلکتیوش رو نگاه کنید، اسمولول، متوبرولول، آتنولول، آسپوتولول و بتاکسولول. اثرات گیرندگیشون به دوز دیپندنت هستش، یعنی وابسته به دوز هستش. این هم انواع داروهاشون ملاحظه کنید، همه در انتهاش لول دارن.
همه در انتها لول دارن. اتنال کاردیو سلکتیو لاب تلولم پرولول میتو پرولول اختصاصی نادلول پراپرانولول و کارودیلول آلفا و بتا بلاکر هستش. کارودیلول فشار و سالی پایی میدازه. کاربورنای بتا بلاکر آنژین های سطحی آنتی هایپرتنشن هایپرتنسیو ضد فشار کاردیو پروتکتیو افکت اثرات محافظتی هر به حضبان از این آی تو میگرن بعض هم میگرن دارن هم میان اندرال مصرف کنن. در کیا ممنوعه کاردیو سلکتیو باشه اشکال ندار و در غیر در آسما و اختلالات شدید هدایتی میتونه از مصرف. خب بتا بلاکر ها ساید افکتشون رو بگه کاردیو واسکولار داره، متابولیک داره، آلتر گلوکوز و لیپید متابولیسم در متابولیسم اونها اثر میذاره، اصلا نشانه هاش میشه کاردیو واسکولار در میتونه برادیکارد هایپوتنشن اونی که درجه دو یا سه میتونه اتفاق بود. و ساید افکتاشون روی سی ان اس اثر میذاره، دپرشن، لتارژی، خواب آلودگی. ارزم خدمت شما یک نکته بسیار بسیار مهم این هستش که هرگز به صورت ناگهانی رو نباید داروها قطع بشن. قطع ناگهانیشون باعث یک حمله قلبی میشه، مثل فنر یکی فشاری شو یه دم ول کن بیپره، بعد دوباره تیپرش کن، آروم آروم شل کنید بیاد، یه دوزه کم کنید تا به قطع کردنش برسه. این پس یک نکته بسیار مهم است. علائم رو باید چک کنیم. بیماری که این دارو رو بگیریم نبضش رو چک کنن، هر گونه علائم مثل سرگیجی، حالت قش کردن رو باید گزارش بده، این خیلی مهم هستش. اما کلسیوم چنل بلاکر ها، کلسیوم چنل بلاکر ها داروهایی هستن که ورود یعنی کلسیوم رو به داخل سلول های قلبی و داخل سلول های عروقی مهار میکنن ورودشو. نتیجه چی میشه؟ کاهش زور قلب و گشاد شدن رگ. زور قلب کم بشه نیاز قلب و اکسیژن کم میشه، رگ گشاد بشه افترلود یا مقاومت جلو قلب کم میشه، بازگشت خون از وریدها به قلب هم کم میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آنژینا از بین میره. پس زور قلب کم میشه، همین خودش کمک کننده استش. نگتیب اینو تو رو بر نتیجهش دیمند یا مصرف کم میشه. این داروهای این گروه هستن. آمیودیپین، میپردیل، دلتیازم، فلودیپین، استادیپین، نیفدیپین، براکامیل، این ها انواع داروهای اینا. این باز دو دسته کلسیم بلاکر هایی که دیدرو پلودینی هستن، الان دسته هاش مهم نیست، فقط بدون که عمل کرداش به این شکل هستی. اندیکاسیون ها خط اول درمان آنژین های سطحی هستن، همچنین هایپرتانسیون، همچنین تاکاردی های فوق بطنی.
در ای اف و فلاتر هم در شورتر زبان کوتاه میتونیم استفاده کنیم مثل ورابابل. ساید افکت ها چه؟ افت فشار، تپشار، تاکیکاردی و برانکاردی، یوسد و نهایتا تهوع و تنگ نفس هستش. آنتیدوتش کلسیوم، هر زمان اشکار کلسیوم بلوکن تزریقی میزنید یه آمپول کلسیوم کشیدن آماده داشته باشید به عنوان آنتیدوت. این شکل این مثال اگر ملاحظه کنید بعضی از کلسیوم بلاکرها روی قلب اثر دارن. مثلا ببین الان گشاد کنندگی اورو نیکاردیپین نیفیدیپین چهار مثبت پنج مثبت، اما وقتی میرسیم به ایوینو رو سرکوب کنه سینودین رو اصلا اثر نداره. بعضی هم مثل ورافامیل که هم روی اورو کنن اثر دادن هم روی هدایت پذیری دیلتی آدم تقریبا نجوره. این هم کلسیوم چنل بلاکر ها. آنتی هایپرتنسیف پر فشاری خون رو حمله شما میدونین هایپرتنسیون یک اختلال نسبتا شایعی هستش که فشار خون درمان نداره یادتون باشه باید کنترل باشه. این کنترل شامل نوع اصل لایف استایل از یک طرف و دارو. لایف استایل شامل ورزش، رژیم غذایی، کنترل استرس، کنترل وزن. این میشه لایف استایل. اما در مورد دارو، داروها یا بسته های دارویی متعددی میتونه مورد استفاده قرار بگیر در درمان پرفشاری. بعضی از بیماران ممکنه به یک دارو از یک دسته جواب بدن، بعضی از بیماران ممکنه به چندین دارو از دسته های مختلف. نیاز داشته باشه. داروهاشو نگاه کنید. آنتی آدرنرژیک ایجنت آلفا بلاکر صفر شده اون رو تحریف کردیم برونده قلبی زد در مقاومت رو ما یا برونده رو باید کم کنیم یا مقاومت رو کم کنیم فشار پایین بیاد. هرچه اگه بخواییم بالا ببریم یعنی هم برونده رو بالا ببریم هم مقاومت. آلفا بلاکر ها با بلوک کردن آلفا عروق رو گشاد می کنن پس فشار رو پایین می کنن. باز آدرنرژیک هایی مثل آلفا آگونیست آدرنرژیک هایی یعنی موافق آلفا آلفا دو گشاد کننده بود مثل آلومت آگونیست آدرنرژیک ایجنت بتا یک بلاکر. بتا یک بلاکر رو گفتیم دیگه اونجا که گیرنده های بتا یک رو بلوک کنن زور قلب رو کم میکنن ضربان رو کم میکنن. آنژیوتانسین کانورتینگ انزایم ایسی اینهیبیتور ها مثل کپتوپریل انالاپریل یا آنژیوتانسین تو رسپتور بلاکر که لوزاتان و والزاتان از این دست دارو هستش کلم شده بلاکر ها کلم توضیح شده دیوتیک ها. دیوتیک ها حجم خون رو از طریق را افزایش دیوتیک ها کم میکنه واضح دیوتیک ها. که مستقیماً فشار رو پایین آدرنرژیک ها بیشتر یا آلفا دو آگونیستن یا آلفا یک بلاکر هستش.
مثلا دو اگونیست ها مثل میتیل دوپا مثل کلونیدین آلدوگات هم میتیل دوپا در خانم های باردار بارداری اکلامسی این داروی میتیل دوپا داروی خوبه. اینها آلفا یک ها چی هستن؟ آلفا یک ها گیرنده های آنتاگونیست آلفا یک دوکسازوسین، پرازوسین و ترازوسین. برای درمان هایپرتنشن علائم و نشانه های پروستات رو کم کنه مثل تنسولوسین، هارت فیلیر رو کنترل میکنه به خصوص با کاردیا گلیکوزید با دیگوکسین. ساید افکت نشو بینید خشکی دهان، خواب آلودگی، یوبوست، آرامش، آسای صدای تیم ساز نشسته به ایستاد سیستمش بیش از 20 میلیمتر جمعه افت پیدا بکنه میره سر 15 تا 20 افت پیدا بکنه این میگن افت فشار خونه وضعیتی. داروهای آنژیوتانسین کانورتینگ انزایم اینهیبیتور این گروه از این دارو هستن اولی خط درمانی دست ممکنه به تنهایی درمانی ما مدرها سیون بلکه ها مورد استفاده کنید کسی رو بدون هستن که از تبدیل آنژیوتانسین از تبدیل آنژیوتانسین یک به دو جلوگیری این آزاد میشه آنژیوتانسین ژنز تبدیل به آنژیوتانسین میکنه آنژیوتانسین تحت تاثیر آنزیم مبدل این آنژیوتانسین یک به آنژیوتانسین دو تبدیل میشه. آنژیوتانسین دو قویترین تنگ کننده رگ‌ها میشه قویترین تنگ کننده رگ‌ها وقتی رگ تنگ شد پشترش آلدسترون هم آزاد میشه از همین آنژیوتانسین دو باعث آزاد شد آلدسترون میشه آلدسترون آب و سودیوم رو بازشاد میکنه از رگ تنگ میشه حجم خون هم زیاد میشه فشار میره بالا این داروهای سینه بطور میان اون آنزیمه رو مهار میکنن پس تبدیل آنژیوتانسین یک به دو را مهار میکنن پس درست میشه هپتوپرین انالاپرین فوزینوپریل، لیزینوپریل، پرندوپریل، فینوپریل و رامیپریل، تراندولاپریل همش انتهاش پریل داره. اسیل بیتون ها گفتیم به این شکل رسل دارم آل دستورانی که ترش رو میشه آب و سودیوم رو تنظیم میکنه به دنبال مهار شدن تولید آنژیوتانسین دو آل دستوران ترش رو نمیشه در نتیجه چه اتفاق میفته؟ آب بازجذب میشه فشار خون جاش میشه کنترل میشه این کنیس مسئله شما که گفتم برای آب کم میشه افتلود هم کم میشه باری کاری قلب هم کم میشه فشار خون هم کم میشه اندیکاسیون های هایپرتنشن سی اچ اف
ممکنه در بیماران بعد از ارزم به خدمت شما MI ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، در بیماران دیابتی برای حفاظت کلیه هاشون یکی از بهترین داروها هستش، هایپرتنسیون در سی اچ اف ها بسیار داروی مهم هستش، کپتوپریل، لیزینوپریل و رامپریل از مهمترین هاش هستش. غیر از که حساسیت سرفه های خشک وحشتناکی بوده در اولین دست بنده فشار رو بندازه پایین، یه رو که سرفه های خشک هم گفتیم، در طورت با فشار هم گفتیم، الکترولیتر هم سودیوم پایین میفته پتاسیم بالا میره، چون آلدسترول ترشح نمیشه ولی پتاسیمش بالا میره. سرفه های شدید حساسیت و آلرژی به دارا ممکن ایجاد بشه. در چه مواردی میاد از حساسیت بوده در سرفه شدید از دارا دسته دیگه به نام آنژیوتانسین 2 رسپتور بلاکه کلید بشه، دقت کنید، نمیذارن آنژیوتانسین رو دو درست بشه، این آنژیوتانسین تو رسپتورها کاری به تولید نداره ولی گیرنده هاشو بلاک میکنه، وقتی گیرنده هاش بلاک شد از این داروها افت فشار فشارهون رو کنترل میکنن. باعث سرفه خوش هم نمیشه، میکنیسم اصلاش رو باید بیادیم گیرنده ها رو بلوزیز کنن، کاربردش در فشار خون بالا، در هارت فیلیر ممکن استفاده بشه، ممکنه به تنهایی امر سایر داروها استفاده بشه و در بیمارانی که به هر علت نمیتونن ایسین و ترا رو تحمل کنن این بهترین دارو هستش. اما مدرها مدرها برزن به خدمت شما با اثرگذاری بر روی از یک دفع فشار با ناخواسته الکترولیت ها را هم دفع میکنم، البته بعضی وقتا به هدف اصلاح الکترولیت ممکنه باشه. اینها از نظر قدرت یا مدرهای قوس هنده که قبلین مدرها هستن مثل لازیکس، مدرهای تیازیدی هستن متوسط هستن و ضعیفترین مدرها پتاسیم اسپیرینگ گیروتیک های نگه دارنده پتاسیم هستن که حد دقل اثر رو دارن، پس قوی ترینش لوپ شبه دیازید ها متوسط و نگه دارنده پتاسیم ضعیف ترین هستن. مدر های لوپ وقتی میدیم خیلی سریع اثر کنه، وریدیش تو پنجه اثر کنه، فشار ممکنه پایین بیفته، همه الکترولیت ها رو از بدن دفع کنه، دقت کنید همه الکترولیت، تیازیدها متوسطن همه الکترولیت ها دفع کنن به جز کلسیم،
مثلا مریض از یک سنگ کلسیومی داشته باشه ممکنه این مدل رو بهش بدن که دیگه دفع کلسیوم به داخل ادرار کم بشه تا تشکیل سنگ های ادراری رو تخریب بکنه. اما ضعیفترین مدل ها نگه دارن پتاسیم. بیشتر هدف از بکارگیری این ها حفظ پتاسیم ها نه
اسلاید ها رو میدونم تو اسلاید ها این دست دارو ها رو میتونید مطالعه بفرمایید. برای چی داروهای سیف تری مزدورت از کدوم دسته؟ خانم مزینی مزدورت داروهای سیف تر برای کدوم دسته داروی که سیف تر باشه؟ بتوبلاکر ها بین هر داروی عوارض رو داره بینه چون نیستن که عوارض نداشته باشن، هر داروی ساید افکت داره بود. داروهایی که درست میکنن نسل جدید داروها هم عوارضش کمتر تو همون دسته ها، همون دسته کلسیم بلاکر، بتوبلاکر یا هر داروها حتی آنتیبیوتیک ها را شما نگاه، نسل جدیدی که ساخته میشه عوارضش کمتر هستش، از خدمت شما دوزش کمتر هستش، اثر بخشش بهتری داره، ها تحقیقات انجام میگیره، داروهای بهتری میاد و عوارضی کمتر، مثل مثلا الان تو رو بلدی دیگه استروپلکیناز رو زیاد استفاده نمی کنن، باید پلاس هل پلاس داروهای هستش با خوندزی کمتر، اثر بخشی بیشتر، عوارضی کمتر، مثل مثلا این اکساپینو با هپارین رو یا وارفارین رو با داروهای شکل جدیدش مقایسه کنید که تست ها رو میخواد انجام بدیم، نمیدونم خون ریزیش کمتره. خب اینها میتونه اتفاق بیفته. تداخلات دارویی بله هستش، خب در مصرف داروها هم اینها باید لحاظ بشه. بنابراین داروها یک روش یا وسیله درمان هستش که نمیشه کنارش گذاشت، میشه تعدیلش کرد، میشه داروهای بهینه استفاده کرد که این عوارض تا اونجایی که ممکنه کمتر بشه. نه به تابلاکه دلیل نداره مرگ رو زیاد بکنه، خیلی جا مفید هستش دیگه. خسته نباشید همگی، روز خوش، خدا نگهدار. بله این هم پیشنهادی، حالا چشم با آقای صفدری باز بگی باید، چون وسط این داروها که خیلی زیاد بود هم زمین مقدارش بود. این هم باز بحث خوبیه که ببینیم تداخلات شایع و مهم گفته بشه بعد نیستش. پیشنهاد بدید با آقای صفدری، من هم میگم چشم.